بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. متاسفانه ما در آمریکا دو روز گذشته وضعیت بسیار بدی بود. همون چهارشنبه که من برنامه داشتم، همون موقع در فلوریدا یک جوانی که هم از لحاظ مغزی عقده داشته، هم از لحاظ نژاد و اینها، اسلحه رو برمی‌داره و میره مدرسه‌ای که پارسال اخراجش کردن و 17 نفر رو میکشه و چندین نفر رو هم زخمی میکنه. و متاسفانه این افرادی که اینجا مسئول هستن، مثل آقای ترامپ و مثل اون جمهوری خواهایی که پول و حقوقشون رو از سازمان‌ها و مخصوصا این NRA National Rifle Association از اونها میگیرن، به خاطر اون پول خونی که میگیرن حاضر نیستن راجع به اسلحه صحبت کنن. و یه دم آدم های معمولا کم سواد و احساساتی اینها اونا رو گول زدن که ببینید طبق قانون متمم، قانون اساسی ما، همه حق دارن که اینجا اسلحه داشته باشن. یکی از اونها هم خود من بودم و هستم که میگفتم به عجب مملکتی. اولا این قانون مال 200 سال پیشه، یک. دوما این مال موقعی بوده که و به خاطر همه اسلحه داشته باشن، اون جنگ داخلی اینجا هم اتفاق افتاد، جنگ جنوب و شمال و اینها. البته نگفته نماند، بنده عمدن مشکی پوشیدم به خاطر احترام به این هایی که کشته شدن. اون بچه‌هایی که کشته شدن که خب رفتن، ولی پدر و مادرهاشون واقعا باید صبر و تحمل زیادی داشته باشن تا بتونن این درد رو تحمل کنن. و این ماجرای اسلحه در آمریکا تو گوش اینها میخونن که شما اگه اسلحه داشته باشی، دولت نمیتونه از حد خودش پاشو، از گلیم خودش پاشو درازتر کنه و چنین و چنان. و ما هم باور میکنیم، در صورتی که منی که یه اسلحه دارم، حالا آخرین نوعش هم باشه، اتوماتیک و 30 تا 40 تا فشنگ و تق 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 بزنه و شلیک کنه، کجا میتونم با دولتی که توپ و تانک و سلاح هسته‌ای داره؟ و بارها این مسئله رو دیدیم، مثلا یه فرقه مثل دیوید کورش، اونم یه مشتی اسلحه و اینها جایی تو تگزاس برای خودش جمع کرده بود و اینها، میخواست روبروی دولت وایسه. اون موقع هم این خانم جنت رینو بود، کی بود، اصلا با تانک ارتشی رفتن پدرشون رو در بردن، بچه ها رو کشتن، اونجا رو آتیش زدن و الی آخر. ولی میاد یه سری آدمایی که مثل این جوانی که بیچاره، حتی وکیل مدافع ازش داشت طرفداری میکرد که کارشون هست که طرفداری کنن، ولی تو این شرایطی که اونها کشت شدن اینا، معمولا وکیل مدافعی که دولت تعیین کرده براش اینا ساکت میشه و میاد جرمو میشنوه و میبنده و میره. ولی این خانم آقایی که وکیلش بودن میگفتن که این اصلا یک آدمیه که احتیاج به کمک داره، یه بچه 19 ساله، یه پسر 19 ساله. و این 30 و چند بار پلیس در خونه قبلیشون رفته، بعد اداپتد بوده. اداپتد یعنی اینایی که پدر مادرشون به اصطلاح بچه رو یا سر راه میذارن یا تحویل پرورشگاه میدن، یا بعضی وقتا مثلا به یه خانواده میدن به خاطر که پول ندارن یا نمیتونن بزرگش کنن. بعدم این مادرش فوت شده بوده، نمیدونم نوامبر، و قبلم پدرش فوت شده بوده و اینها. خداسه خدا هرچی بدبختی داشته سر این آورده، ولی هیچ کدوم از اینها به این اجازه و این به اصطلاح چیز رو نمیده که بره دیگران رو بکشه و بعدم توی فیسبوکش و توی اینستاگرامش و اینها بنویسه که من میخوام به عنوان به اصطلاح یک تیراندازی که چیزا رو میکشه، دانش آموزا رو میکشه، حرفه‌ای بشم و اینها. حالا جالب اینجاست که اگه من عکس اینو به شما نشون بدم، شما یه دفعه میگید که ای داد بیداد، این سوربی که هی داد میزد. آقای ترامپ، شما که میگی من میخوام آمریکا رو برگردونم به اون آمریکای خوب، منظورتون چه زمانیه؟ ولی این بدبخت پسری که حتی دیپلم نتونسته بگیره و از مدرسه اخراج شده به خاطر که لابد مشکلات قانونی و اینها داشته، ایشون 40 دلار هم داده این کلاه، Make America Great Again، یعنی دوباره آمریکا رو ما عالی کنیم. خب
عالی کی بوده؟ بگید دیگه، هر کدومتون اینو باور دارید، از اون آقای حمزه پور، از اون آقای خانم زینا تهرانی، از اون مجریای تلویزیونای لس آنجلسی روانی و عقده‌ای به من بگید که آمریکا کی گریت بوده؟ موقعی که پایه و اساسش رو گذاشتن، موقعی که بعد چینی‌ها اومدن اینجا مثل برده کار کردن، موقعی که سیاپوستا اومدن اینجا مثل برده کار کردن، بهشون تجاوز کردن، و کی این آقا میبینید که لباسش و اینجوری و اینها میره و بعدم وقتی که به اصطلاح پلیس میاد و اینها، خب به بچه ها میگه بیان برین، اینم داخل بچه ها میاد بیرون و خیلی جالبه میره برای خودش ساندویج و نوشابه. اصلا شما فکر شو بکنید کسی که اینجوری این تیراندازی و اینها رو کرده باشه، بعد ساعت 2 بعد از ظهر حالا میخواد بره نهار بخوره. خلاصه اونجا گرفتنشو دیروز هم نشون دادن و اینها، گفتن که احتمالاً این براش تقاضای مرگ میکنن، ولی تا یه نفر اسم به اصطلاح بیماری روانی میاد اینجا، دیگه اون مسئله جرم به اصطلاح کپیتال پانیشمنت یا اون حکم از بین میره، نمیتونن اجرا کنن و میشه ماکسیمومش مثلا همه عمرش توی بیمارستان روانی باشه که اونم یه خرجی برای مردم آمریکا. و آقای ترامپ هم انقدر خودش توی این کثافت و البته به نظر من این خوشحال میشه وقتی این اتفاقا میفته، چون نظر من و شما از این ماجرای خودش که حتی دیروزم یک زن دیگه ای آمده و گفته این باش رابطه داشته و جالبه این زن هم یه صاحب مجله ای بهش پول داده گفته ساکت باش تا این انتخاب بشه، اون قبلی هم که وکیلش بهش پول داد خانم چی بود استورمی دانیل تا ساکت بشه. و خیلی جالبه اینا با این کثافتکارایی که میکنن یه راههای عبوری برای خودشون برای اون طرف باز میذارن. خانم دیشب گفت که خب اگه این وکیلش میگه این به من پول داده و من کاری به ترامپ ندارم، پس من اون قراردادی رو بستم با ترامپ که باید ساکت باشم، اون قرارداد منحل میشه. من امروز براتون دو تا مهمون دارم که میتونم بگم سورپرایز. یکیش این که اون روز که من در این آقای کوین امیری میگه do not agree with what، من اینو پاک میکنم کوین جان، یک کمی سعی کنید به نوشتن خودتون رو عادت بدید، مثلا بگو I'm not agree with you in this regard، I'm not agree with مثلا gun control، تا بعدم من بهت بگم که یه روزی بیا مهمون من باش در این باره صحبت کن. و خیلی بده ما هنوز برنامه رو شروع نکردیم، من امروز 2-3 دقیقه دیر برنامه رو شروع کردم، 8 دقیقه من صحبت نکردم شما نظر میدی و من فکر میکنم شما شاگرد تنبلی بودی تو مدرسه، از همون اول نمیذاشتی معلم، حالا ما دیگه اینجا معلم نیستیم چون معلمی همون تو ایران هم حقوقی بهمون ندادن که ازش لذت ببریم. یه دوستی با من دیروز تلفن زد و گفت آی سوربی، من نصیحت شما به امیر عبداللهی و شهرزاد خانم همسر آینده ایشون رو گوش دادم، بسیار لذت بردم و بسیار منطقی بود، فقط یه سوالی دارم، شما که به اینها میگی تلاش نکنید همدیگر رو عوض کنید، چرا دارید تلاش میکنید ماها رو عوض کنید؟ خب جواب من اینه، به اون که میگم تلاش کنید همدیگر رو عوض نکنید، اونا عاشق همدیگه شدن همین جوری که هستن، من و شما نه عاشق و دلداده هم هستیم، نمیخوایم با هم زندگی کنیم و من تلاشی هم نمیکنم شما رو عوض کنم، من دارم نظر خودم رو میگم به این امید که شما نظر من رو وقتی شنیدی به خودت بگی ای داد بیداد، اینا انقدر تبلیغ میکنن Make America Again، دوباره عالیش کنیم، این منظور از دوباره کیه؟ اگه بگید بله بیاین امریکا رو گریت کنیم، یعنی تا امروز خوب نبوده درستش کنیم، این جمله خوبی، ولی اگر بگید دوباره منظورت که آقای ترامپ هیچ وقت هیچی نگفته، تکسشو نشون نداده، کثافتکاری هایی که کرده یکی پس از دیگری داره میاد بالا، من امیدوارم یکی این بره زندان، یکی آقای نتانیاهو، یکی هم داماد این، چون داماد اینم توی پولشویی و به اصطلاح بانکای غیرقانونی اینها دست زیاد داره. بذارید من این صفحه مردم تیوی رو با صفحه شخصی خودم رو با مردم تیوی هم شیر کنم، چون از امروز دوباره برگشتم به همون روش قدیمی که یه جا نشون بدم دو جا شیر کنم، برای من تنها خیلی مشکله که این صفحه ها رو هی نصف نصف نگه دارم، اینو با اون شیر کنم اونو شروع کنم فلان، اینا
دیگه پیر شدیم، باید قبول کنیم که چون پیر شدی سربی از میکده خارج شو، یا چون پیر شدی سربی از تلویزیون خارج شو. ولی نیستن، کسی نمیاد. اون آقای مجید بود، این یکی مجید خوشنودی بود، اینا هم بنده خداها وقتی میان هزار تا کار و زندگی و اگه زن و بچه داشته باشن که دیگه بیشتر مشکلات دارن، اگر هم نداشته باشن اونم مشکل، حالا باید برن دنبال زن و بچه و کار و کاسبی اینا. و افرادی مثل ما که دیگه بنده به عنوان به نوبه خودم 20 سال دارم این کارا رو میکنم، بعضیا 30 سال 40 سال دارن انجام میدن و هنوزم به اصطلاح به جایی نرسیدیم. در صورت آمریکایی‌ها میگن this is what I have, this is what you get، میگه این چیزی که من دارم این چیزی که شما میتونی داشته باشی، یعنی همینی که میبینی. و از این بابت هم خیلی خوشحالم که دستمون رو باز بازی میکنیم، هیچ چیزی برای قایم کردن نداریم و با هر کسی هم حاضریم صحبت کنیم، مصاحبه کنیم، به شرطی که اونها به اصطلاح بلد باشن قانون مصاحبه کردن. من حتی میگم چون شما مهمون برنامه هستید شما سه دقیقه صحبت کنید، من چون صاحبخونه هستم دو دقیقه صحبت میکنم. در رابطه با همین که آقا میگیم دیگران رو عوض نکنیم، من نصیحت این دوستمون رو به اصطلاح گوش دادم و مهمان ساعت 3 بعد از ظهر امروز ما، حتما شما وقتی که دیدید ایشون رو میفهمید که بابا این سوربی انتقاد پذیره. اگه یه نفر گفت آخه اینجوری که نمیشه شما تنها بری قاضی برگردی راضی، باز اونای دیگر هم بیاری و میاریم. چشم، امروز ساعت 4 بعد از ظهر برنامه آقای حسن ارشاد هست. ایشون اجازه بدید بهتون بگم 165مین برنامه رو اگه اشتباه نکنم، بله 165 و یا 166 فکر کنم 165، در هر صورت هر کدوم از اینا رو یه هفته، و این نشون میده که چه پشتکاری داره. و برنامه ایشون در رابطه با بهاییت و از روی کتابای خود اینها میاد برای من و شما به اصطلاح ثابت میکنه. جلسه 165 تحلیل آموزهای بهایی، بذارید من اینجا بهتون نشون بدم. و ایشون هم روی فیسبوک فعال هست، هم روی تلگرام و اینستاگرام و یوتیوب. شما هم اگر صحبتی، سوالی، نظری دارید با خودشون مستقیما تماس بگیرید. ایشون هم یکی از کسایی است که بارها دعوت کرده اگر شما مخالف ایشون هستید بیاین و صحبت کنید، مهمان برنامه ایشون باشید. من به نوبه خودم از ایشون ممنونم و به پشتکارشون به اصطلاح تبریک میگم. چون بعضیا میان یه هفته که میان میگه آقا کس زنگ نزد، میگم بابا این باید صبر کنی، طرف ممکنه 4 هفته دیگه نگاه کنه فلان اینها، و قرار نیست شما نشسته باشی منتظر زنگ اون. شما میای حرف خودت رو میزنی، اون چیزی که دوست داری میگی. و اما یه عکسی رو من امروز دیدم که عکس خانم کاندالیزا رایس، اون خانم سیاه‌پوستی که وزیر امور خارجه جورج بوش بود، موزیک میدونه خیلی خوب، زبان روسی رو میدونه مثل زبان پدری، و این عکس با آقای بن لادن، حالا بهش بگیم بن لادن آقا یا نگیم دیگه اون هرچ، و این عکس رو دوستان پخش کرده بودن که ببینید سازمان به اصطلاح این آمریکایی‌ها چجور خودشون با این تروریست‌ها خوشوبش میکنن. بله درسته، یه زمانی بن لادن اصلا مأمور نظامی آمریکایی‌ها بود که بره با ارتش روسیه که اومده بود تو افغانستان بجنگه، و اینا هم پول دادن، آموزش دادن، اونم براشون جنگید و روسیه رو حقیقتاً از افغانستان بیرون کردن. ولی وقتی بیرون کردن آمریکا خیلی نامرده، مثل همین ترامپه. آمریکا گفت خب دیگه خیلی ممنون کارتون انجام دادید، ولشون کرد اومد، نه بازنشستگی، نه پنشنی، نه چیزی. اونا گفتن ای داد بیداد، ما تا حالا امروز برای شما جنگیدیم، حالا همه پیر شدیم اینا چیکار کنیم؟ اومدن اون القاعده و نمیدونم اینها رو راه انداختن. و همینه که خود خانم هیلری کلینتون میگه ما آیسیس و القاعده و اینها رو راه انداختیم. ولی این عکسی که هست دوستان، این عکس اینجا یه برنامه هست مثل دروغ 13 خودمون، بهش میگن اپریل فول. و اول ماه آپریل
یه کسی میاد یه دروغی میگه، یه عکسی رو چاپ میکنه، اینها که به نظر من چیز مزخرفی هم هست، خدا میدونه چه مشکلاتی مثلا ایجاد شده باشه. اینها فکرش بکنید، مثلا یه آقای از در بیاد تو به همسرش بگی که من تصمیم گرفتم تو رو طلاق بدم، اونم بگه چه خوب من الان 3 ماه رفتم وکیلم گرفتم و زندگیشون رو مثلا متلاشی میکنه، بعد حالا همسره میگه من در این دروغ 13 بود، میگه نه جون عمد من از 12 رفته بودم آماده شده بودم. و نمیدونم اتفاقا با یه وبسایتی چیزی هم باشه که اینها رو بگه. در هر صورت این ماجرای عکس آقای بن لادن بذارید بهتون نشون بدم. و خانم کاندالیزا رایس، خانم کاندالیزا رایس با وجودی که الان فکر کنم 60 خورده‌ای هم سنش هست و استاد دانشگاه هست، هنوز مجرده و شوهر نکرده. خیلی ها میگن دلیلش اینه که ایشون یک دوست ایرانی داشته، بعضی ها میگن از بس ایرانی ها خوب بودن خوب هستن چون این نتونسته با اون ازدواج کنه دیگه با هیچ کس نمیخواد باشه، بعضی ها میگن از بس ایرانی ها بد هستن و به این اذیت کرده، این گفته آقا دیگه من هیچ مردی رو نمیخوام تو زندگی داشته باشم. در هر صورت دوستان این عکسی که اینجا میبینید بذارید یه بار دیگه بهتون نشون بدم، خانم کاندالیزا رایس و بن لادن، این عکس ساختنیه ولی هر کی ساخته خوب ساخته. حالا جا هم اگه نگاه کنید این بالای موهای این خانم فکر کنم از اینجا کات شده، این معلوم نیست، حالا هرچی بالاخره این عکس هر کی ساخته خوب ساخته، ولی این عکس قلابیه و امروز تو روزنامه های آمریکا نوشته بود که این روزنامه های عربی این اشتباه رو کردن که یه نفر اومده بهشون گفته که این بعد از چندین سال حالا از اون تاپ سیکرت یا محرمانه آمده بیرون، ما منتشر کردیم، بعد میگن که نه شما برید بزنید اپریل 2008 اپریل فول یا دروغ 13 2008، این عکس اون موقع هم بوده. اینم از این ماجرا. و اما ساعت 3 بهتون گفتم یه مهمون داریم، تا دیر نشده و شما خسته نشدید اینها، بذارید ما این آگهی ها رو که به دوستان مدیون هستیم به شما نشون بدیم. اولا همون جوری که میدونید فردا آقای بنی‌صدر و دوستانشون در کلن آلمان برنامه ای دارن، گفت و شنود 17 فوریه، بله بذارید پیداش کردم 17 فوریه، و شما هم اگر خواستید میتونید برید. حتی همین امروز آقای شادانلو به من گفت که از امروز میرن که کلن باشن و فردا هم اونجا برنامه باشه، استقلال آزادی جمهوری ایران، که من جمهوری ایران رو از هر کسی سوال کردم تا حالا نتونسته پاسخ بده جمهوری ایران یعنی چی. ما دوباره میخوایم چرخ رو از نو اختراع کنیم یا جمهوری ایران مثل جمهوری دموکرات آلمانه یا مثل جمهوری فدرال امریکاست یا مثل پادشاهی انگلستانه؟ آخه ما میتونیم هر چی دلمون میخواد بگیم دیگه. استقلال آزادی جمهوری ایران، گذار از دولت دینی و راهیابی به دموکراسی، سخنرانی و گفتگو در کلن آلمان پیرامون جنبش سراسری و شعار ملی ایرانیان. ناصر کاخساز، بهمن مبشری، پرویز دستمالچی، محمد امینی، ابوالحسن بنی‌صدر، زمان ساعت 2 بعد از ظهر روز شنبه 17 فوریه 2018 میلادی. خب اگر یه وقت آدرس و اینا خواستید یا با آقای شادانلو تماس بگیرید یا با من تا براتون این به اصطلاح عکس رو بفرستم. و ما اینجا نوشتم که 17 بعدش میایم 24 خانم گوگوش، 24 یا بنویسم گوگوش، اینم ما بالاخره یاد نگرفتیم، بنویسیم گوگوش 24 یا بنویسیم 24 گوگوش. و بله گوگوش 24 این هم با آقای شمایزاده در سالن بسیار زیبا، و جایی هم که این سالن هست خیلی خوبه، همون نزدیک تمام این چیزای دیدنی واشنگتن در خیابان آف آف کانستیتوشن، و اسم این سالن هم اتفاقا هست همون سالن قانون اساسی کانستیتوشن هال. و نوشتن سالد فبروری 24 2018، 24 همین ماه یعنی هفته آینده، امروز 16 فردا صدده میشه 17 شنبه آینده 24 منم فکر کنم بیام اونجا ببینیم تو سلام علیکی داشته باشیم.
گوگوش. و این برنامه را اگه خواستید از طریق تلفن بلیتشو بخرید 571-242-02-26. ممنون میشم اگر وقتی زنگ میزنید بگید که آگهی را از طریق تلویزیون مردم دیدید، چون جاهای دیگه من ندیدم که این دوستان یک جعبه باکسی جای نوشته باشه. یادم سالها پیش که من تو کار بیمه بودم، اولین موقع که طرف زنگ میزد اسم و فامیل و شماره تلفنشو میگرفتیم، چون این ستا مهمتره. بعد میپرسیدیم شما ما را از کجا پیدا کردی؟ میگفت دوستم. میگفتیم اسمش چیه تا ما ازش قدردانی کنیم. به اینا میگفتیم قدردانی، ولی برای اون مثلا $20 یک سرتیفیکیت میفرستادیم، دو تا بلیت سینما میفرستادیم اینها. و این آمریکا و اقتصادش و سیاست خرید فروشش اگر دوام داره و قوام داره به خاطر این مسائل، و ما هم باید یاد بگیریم. و اما باز هم تیراندازی در مدارس درباره‌اش صحبت کردیم. 44 روز گذشته که امروز 46 روز گذشته از سال نو، فکر کنم 17-18 مرتبه تیراندازی اینور اونور شده و باید با آقای ترامپ تبریک بگیم. بیشترین تعداد کشته شدگان مدارس رو در زمان ترامپ داریم، در زمان ترامپی که گفت من که بیام امنیت میارم، من فقط امنیت نمیگم. تنها کاری که کرد اینه که انقدر ماجرا درست کرده، امروز یک ماجرا فردا یک ماجرا، امروز یه دادگاه فردا یه دادگاه، که اصلا ما دیگه یادمون میره صبحونه بخوریم، یادمون میره نهار بخوریم، و همه رو سر کار گذاشته. امیدوارم یک برنامه پیش بیاد اینو جمع و جورش کنن بفرسنش بره و باز دوباره اون زندگی معمولی به روال قبلی به آمریکا و آمریکایی‌ها برگرده. و اما آقای روحانی از رفراندوم صحبت کرده و میگه که شماها که هی زور میگین به مردم، برید قانون اساسی خودمون رو نگاه کنید. من برای پیام اون روز یه چیزی نوشتم ولی پیام دیگه جواب نداد. گفتم اونی که گفته آقا اگه امروز از قانون اساسی، بذارید من اینجا اینا رو یک کلیک یه دفعه‌ای بزنم و هی میاد بیرون. و دوستان کسی برنامه‌ای داره که یا روی فایرفاکس یا روی کروم بشه وقتی برنامه لایو داریم تمام دوستان رو دعوت کنیم؟ البته فکر نمی کنم برنامه مجانی پیدا بشه، چون حدود 9000 تا روی مردم تیوی و 5000 تا روی صفحه سوربی، 14000 تا رو من فکر نمی کنم اینا بدون پول دعوت کنم. ولی اگه بخوایم پولم به فیسبوک بدیم خیلی میخواد. اون میگه برای اینکه ما مثلا به 4 نفر بگیم تو باید $2 بدی، خواهی بخوای به 4000 تا بگیم میشه $2000. ما هم که همچین چیزی نداریم. هی بهمون میگن مزدور، ولی کسی مزد ما رو نمیاره. و کلمه مزدور برای ما واقعا درسته، مزد دور از ما، این از این. و اما 17 هم نشون دادم، 24 هم نشون دادم، 25 26 این آقای چیز این دفعه تکنیک جدیدی به راه انداخته، آقای مهدی تبریزی، که هم شما 25 میری مهمونی و این مهمونی تا 26 دوام داره. بذارید من اینجا بهتون نشون بدم. میگه که شما هر کدوم از این عکس ها یه اندازه ای هست و ای کاش یه سیستم ما داشتیم که تا کلیک میکردیم خود این اینا رو به اندازه صفحه کامپیوتر یا تلویزیون یا کامپیوتر و تلویزیون شما میکرد. اینجا نوشته که با $26 بیاین و مهمون ما باشید و برقصید و به اصطلاح شامم بخورید و با دوستانم دیداری داشته باشید. در این برنامه God's Grace میگه بابا نترسید از اسم خدا. ما منظورمون اینه که خدایی که شما باور داری، شما به طبیعت باور داری، خدای شما، اون یکی کلمیه به خدای اون، اون چیه کی نمیدونم، الهی دین لارور میگفتن، چی میگفتن، فرانسویه به دین اون. و یک بله میگه که شما 8 شب میای 25مه، ولی وقتی 2 صبح از اینجا میری خونتون 26مه، اینم یه شنبه هست. خب پس شد 24م میریم گوگوش، 25 میریم برنامه آقای تبریزی و 26 هم میایم یکم استراحت میکنیم تا برسیم به کی؟ به دهم، بگید دیگه، دهم مارچ، که آقای ستار، خانم هنگامه و آقای
احمد سعیدی، درست میگم یا سعید احمدی؟ اینا رو من همیشه هی اشتباه میکنم. خب برای که اشتباه نشه این 26 رو بهتون نشون دادم، بریم ستار رو هم از اینجا من بهتون نشون بدم، ببینم که ستار 17 هم و 10 هم مارچ، ببخشید عذر میخوام اگر گفتم. آریان پروڈکشن پراودلی پریزنتس شنبه 10 هم مارچ. یه لحظه تا من این تصویر رو اندازه بله، اون دوستی که برنامه های عقل بشر رو ارسال میکنه، برای اون دوستی که سوال کرده بود این برنامه ها به چه درد من بخوره، گفت من ترجیح میدم جوابی ندم، خود ایشون اگر این برنامه ها رو سودمند میبینه استفاده کنه، اگر نمیبینه خب استفاده نکنه. و اما این برنامه ضمناً مایل هستم اگه بشه هفته آیندم با آقای رضا زرابی درباره اون سازمان جدیدشون صحبت کنم و از این دوستان بپرسم خب اگه شماها به رضا پهلوی باور دارید، خود این یه نوع به اصطلاح چی میگن دهنکجی یا چی میگن وقتی یه نفر یک جزوی سازمانی ولی یک کار دیگه انجام میده، خودسری نیست که هر کدومتون یه سازمانی باز میکنید و این همه سازمان باز کردید و بسید به کجا رسیدید. ولی میگم امروز دو تا مهمون دارم، ولی هفته آینده سعی میکنم با آقای رضا زرابی باشم. روز چهارشنبه بهتون نشون دادم که خبر رو پخش کرده بود که ما چون اینها نرفتن ایران به قولشون عمل نکردن میبندیم. جالب اینه که آقای علی بهبهانی یه نوشته‌ای داره که بله اینا رفتن و دستگیر شدن و بردنشون یه جایی که هیچ کس نمیدونه، که از ایشون هم باید بپرسیم شما از کجا میدونی. فعلا بیان بریم ستار هنگامه. آریان پروڈکشن پراودلی پریزنتس شنبه 10 مارچ، مجللترین شب نشینی نوروز در واشنگتن دی سی با سه چهره محبوب موزیک پاپ ایران. ستار سرخ صورت مستی ام با زرد تنم هنگامه کجا بودی تا حالا احمد صحبت صد شدم و به تو کردم آدم دیوانه تا عشقم تو باید مال من باشی. در تالار زیبای چری بلاسم استرلینگ ورجینیا ستار هنگامه احمد سعیدی از چری بلاسم بانکوئت هال با پذیرای کامل، تهیه بلیط در مراکز منتخب ایرانی و آنلاین از kodun.com. Tickets available at most Persian stores and online at kodun.com. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 571-242-0226 تماس بگیرید. 571 چند بود؟ میدونید، اگه نمیدونید با من تماس بگیرید. این یک. و اما اعلام پایان ریستارت توسط دلغک حسینی، اینو یه نفر برای من فرستاد ولی ویدیو طولانی بود، من حوصله نگاه کردنش نداشتم و گفتم که خب این حالا چی کار کرد که حالا پایانش اعلام میکنه؟ یه چیزی که معلوم بود اصلا بی خود، یک آدم عوضی یه روز میاد میگه برخلاف رضا پهلوی و فرح پهلوی صحبت میکنه، فرداش میگه که فرح پهلوی خیلی زنه به اصطلاح نجیبیه، رضا پهلوی خیلی فعالیت میکنه، صحبت از رضا پهلوی شد. رضا پهلوی یه مسابقه کرده با آقای بیژن فرهودی، بیژن فرهودی بهش میگه خب آقا شما بابا بزرگت رضا شاه بود، چرا کاری نمیکنه اینها؟ میگه اگه شما فکر میکنین من باید برم مثل پدر بزرگم پوتین بپوشم و اینها، بابای من تو ایران بوده، من تو مریلندم، بابای من قرن 20 و 19 بوده، من قرن 21 هستم. خلاصه میگه اگر به انتظار رضا تنبل نشستید برید فکری کنید همگی ول نشستید. اینم از آقا رضا. پس تا حالا ریستارت آب پاکی و ریخ رو دست همه، آب ناپاکی. آقای رضا پهلوی هم همونجوری که سوربی سه بار ازش سوال کرده و اونایی که سوربی رو میشناسن و رضا پهلوی رو میشناسن میدونن رضا پهلوی دروغگوئه و اومد دیگه الان حرفش هم زد، گفت آقا برید دنبال کار کاسبیتون، من اهل این کار نیستم. ولی جالبه میگه من 38 سال فعالیت کردم، حالا دیگه موهام هم سفید شده، یعنی یه جوری طلبکار من و شما هم هست.
لابد از فردا باید حقوقش بدیم دیگه، بازنشست شده 38 سال ماشاءالله زحمت کشیده، سیگار بکش، از سواری کن، اسکی برو این کشور اون کشور برو، رقص شطوری با سرود ای ایران انجام بده، خسته میشه دیگه آدم، بازنشست میشه، بعضی وقتا هم نشستشون باز میشه. حالا هر جوری شما دوست دارید یه پولی برای ایشون بفرستید. اعلام پایان ریستارت توسط دلغک حسینی. خب 17 فوریه 24 25 26 10 مارچ رو گفتم، ولی اجازه بدید از یه چیزی، هنوز زوده ولی براتون بگم، یه برنامه هست، اجازه بدید این برنامه رو اینجا من اینجا هم بنویسم. بله ساعت 2:34 بله نگاه کنید دوستان، این فستیوال نوروزی، بذار من عکسشم براتون بیارم. خانم شهره عاصمی معرف حضور خیلی از شما بینندگان هستن، ایشون هم هنرمند تئاتر هست، هم برنامه‌های تلویزیونی داشتن و هم فعالیت‌های فرهنگی دارن و الان هفتمین سال هست اگه اشتباه نکنم. بله هفتمین، من فکر کنم 3 تاشو تا حالا رفتم. اگر سر کار نباشم و کار ویدیو اینا نداشته باشم میرم اونجا، چون خیلی خوبه دیگه، میری همه ایرانی ها رو میبینی توی جای خیلی بزرگ، به قول همه ایرانی ها در قلب ویرجینیا، و نوشته شهره عاصمی برگزار میکند هفتمین فستیوال نوروزی منطقه واشنگتن بزرگ یک شنبه 18 مارچ 2018 در مرکز تایسنز کورنر ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر، 8100 آدرسش هست، تایسنز کورنر سنتر مکلین ویرجینیا 2202. میگه که شرکت در این جشنواره نوروزی برای عموم آزاد و رایگان است. چه کار خوبی کردن که الان چند سال این حاجی فیروز، اما نوروز همیشه پیر بود و سفید، حاجی نوروز سیاه بود و اینا عوض کردن، پرچم ایران رو صورتش میذارن. چون وقتی میرفتی اونجا خب ما ایران بودیم، بزرگ شدیم، حالمون نبوده. اینجا وقتی مسئله سیاه پوست و سفید پوست و اینها مطرح میشه یه مقداری سوال برانگیز بود، مخصوصا اینکه یه آدم سفیدی فقط صورتش رو سیاه کرده بود و میمد. این کار خوبی بوده خانم عاصمی، اگه شما به اصطلاح این فکر رو کردید آفرین به شما، اگه پیشنهاد کسی دیگه بوده آفرین به او و آفرین به شما که پیشنهادش رو قبول کرد. میگه که شرکت در این جشنواره نوروزی برای عموم آزاد و رایگان است. خب ما هم که چیز آزاد و دوست داریم، رایگان هم دیگه فبه ها، پس همه تون رو اونجا خواهیم دید. و اما خود من دنبال کسی میگردم که اگر اونجا میخواد تابلو نقاشی، فرش، کتاب، چیزی به اصطلاح غرفه میگن نه، غرفه یا میزی داشته باشه، ما هم کتابامون رو بیاریم به عنوان کانساینمنت. کانساینمنت تو ایرانی میشه امانت. همیشه من میگفتم این چیه نوشته امانت فروشی، چرا امانت مردم رو میفروشی؟ در هر صورت کانساینمنت اینه که شما یه جنسی رو که میخوای بفروشی، بلد نیستی، وارد نیستی، نمیخوای مردم با شما تماس بگیرن، میری میذاری سمساری یا جایی که بلدن، اونا برات میفروشن، یه پولی حق و زحمه خودشون برمیدارن، یه پولی هم به شما میدن. اگه شما هم کتاب زیاد دارید، کارهای هنری زیاد دارید، میخواین برید اونجا غرفه بگیرید، میز بگیرید، تماس بگیرید تا زودتر تموم نشده این میزها و غرفه و اینها، ضمناً به منم خبر بدید، منم یه سری کتاب که بیشترش رو هم پتیک لطف کرده به تلویزیون مردم داده میاریم میذاریم اونجا که اگر کسی خرید یه پولی به اونها بدیم به عنوان اجاره اون محل، حق و زحمه‌ای که 8 ساعت وایسادن، یه پولی هم ما بیاریم خرج تلویزیون مردم کن. ترانه های شاد بهاری توسط مینا رضوانی با همخوانی ژیلا فیروزیان، نوازندگی فریدون کامرانپور همراه با رقص سارا سهرابی و گروه رقص 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 آقای منوچهر احمدی حاج فیروز. این آقای منوچهر احمدی هم از هر انگشتش یک هنر به اصطلاح میباره. اتفاقا یه دوستی همین امیر و شهرزاد تماس گرفتن که کسی رو در این منطقه نمیشناسی که مراسم عقد و ازدواج رو به جا بیاره،
گفتم تا حالا من چند بار این کارو کردم، ولی برای خودیا بوده، برای غریبه و برم پول بگیرم و اینها نه. و شما هم که اونجا هستی وسط آمریکا باید 1000 کیلومتر مایل رانندگی کنی، ولی این آقای احمدی اون کار رو هم انجام میده. اگه خواستید باهاش تماس بگیرید. هفتمین فستیوال به اصطلاح نوروزی ایرانیان در این منطقه ساندی مارچ 18 2018 10 ام تو 6 پی ام. امیدوارم هوا هم خوب باشه. بعضی وقتا هوای کمی بارونی و اینها میشه، خب دیگه ایام عید داره میاد و جای خوبیه. تا اونجایی که من میدونم شما میتونید برید وسائل عید رو بخرید اونجا، و اینم یکی دو روز قبل از عید. دیگه شیرینیایی که میارن و اینها خیلی باید تازه و خوب باشه، سبزی، نمیدونم تخم مرغ رنگ شده، هفت‌سین و اینها. الان میبینم که دی جی آنی هم اینجاست. شما اگه خواستید برای مراسمتون، برای جشن هاتون اینها از دی جی آنی هم استفاده کنید، به اصطلاح کارش خیلی درسته. دی جی آنی من فکر کنم میتونم بگم اولین بانوی ایرانی دی جی هست که من سالها میشناسمش، خودش و خانوادش و اینها، و بلد کارش رو و توی هر مجلسی هم هست. من تا حالا ازش ندیدم کسی ناراضی باشه، چون اصلا شما قیافشو که میبینی خنده رو شاد و همه چی بر وفق مراد انجام میشه، برعکس ما که همیشه اخمو هستیم و ناراحت هستیم و اینها. و ببینیم که این دوستمونم آقای فرزاد عزیز چی میگه، با هم باشیم. ولی درباره رضا زرابی صحبت کردم و اینکه رضا زرابی از دست دوستاش ناراحت شده و اونها رو ول کرده و رفته یه سازمان دیگه درست کرده، و این نشون میده که اینها چقدر، حتی آمریکا یه ضرب المثلی داره میگه دست راست از دست چپ خبر نداره، یعنی طرف اصلا نمیدونه خودش چی میگه، سازمانش چی میگه. اتفاقا ترامپ هم اینجوریه، ترامپ میاد یه چیزی میگه، سازمان به اصطلاح وایت هاوس کاخ سفید یه چیزی میگه، وزیرش یه چیزی میگه، اون یه چیزی میگه، وزیرش امور خارجه رفته کشورهای عربی، آبروریزی، اردن، تظاهرات، ریخته دنیا رو به هم. آقای علی بهبهانی که متوجه شدم، ببخشید علی جان بعدت نیاد، ولی هر جا آشه علی جان فراشه، هر کی برنامه میذاره همینسه منو بیار بالا، منو بیار بالا، میخوام یه چیز مهم بگم. از اون کامران قادری عقب افتاده تا دیگران، این ور اونور ما میبینیمش دیگه. بالاخره ایشون پریروز یا دو سه روز پیش نوشته، آقای رضا زرابی نوشته، خبری تأسف بار از آژانس های خبری برون مرزی در خصوص دستگیری آریاس به باوند و ستمند دیگر از همراهانش که قصد ورود مخفیانه به خاک کشورشان ایران را داشتند، دیشب حول و حوش 3 بامداد توسط نیروهای 8 شعبی لبنانی، نگهبانان حامی حافظ منافع جمهوری آخوندها در ایران، دستگیر شدند و به منطقه نامشخص فرستاده شدند تا تحویل مقامات ارشد خطوط مرزی ایران، سپاه پاسداری، پاسداران مرزی تحویل داده شود. این خبر تا حدود 60% تایید شده است. آقای بهبهانی به من یاد بده که چجوری یه خبری رو مثلا 60% شما تعیین میکنید. مثلا شما از 10 نفر میپرسید 6 تاشون اگه گفتن میشه 60%. اینو به من یاد بدید، مایلم که ببینم شما طرز کار و خبرها رو دریافت کردن و اونم مخصوصا آژانس‌های خبری برون مرزی از اتفاقی که در مرز افتاده یا در داخل ایران افتاده. بر آدمای جالبی هستیم ما ایرانی ها. و هنوز فعالیت کامل پیدا و هنوز قطعیت کامل پیدا نکرده این خبر، و هنوز گزارشات آقا چند تا هنوز کشتیمونا، گزارشات شنیده ها اطلاع به دست آمده و صحت و سقم ماجرا در حال بررسی و تحلیل است و گمان زنی ها هنوز ادامه دارد، ولی هی پیام اینترنتی و یا تماسی نتوانسته نمیدونم بیواریاس با برقرار کنن تا این لحظه شوربختانه. آقا فعل فاعل و مفعول تو رو خدا یاد بگیر. من اون روز درباره این دوستمون آقای مهران احتشامزاده، البته خب ایشون جوونه و اومده از ایران توی آلمان، بنده خدا اینایی که تو خونه فارسی صحبت میکنن وقتی میرن مدرسه
بچه های خود ما هم اینجا دیدید مثل افغانی ها صحبت میکنن، ناگفته نماند دوستان، افغانی ها فارسیشون خیلی از من و شما بهتره، چون فعل و فاعل و اینها رو رعایت میکنن. آقای رضا زرابی هم اینجاست. آقا شما همچین خبری دریافت کردید؟ این آقای علی بهبهانی چند درصد میشه باهاش به اصطلاح بهش اطمینان کرد؟ و آیا شما هم همین فکر من رو دارید که هر جا عاشه علی بهبهانی فراشه و هی میگه منو بیارین بالا؟ وقتی هم میارنش بالا، آقا اقلا این دوربینو یک کم دور بگی، یک کلاهی کرده سرش، این دل دوربینه رو اینجوری میگیره و شما یا کلاهشو میبینی یا نصف دماغشو میبینی. باز برگردیم به اون موضوعی که یه دوستی گفت آقا چقدر خوب کاری کردی، گفتی اگه میخوای سوپ بخورین قاشق سوپ خوریتون رو با خودتون ببرید. اومد دیگه اونا میدونن منظور شما چی بوده. دوستان اگه میخواین سوپ نوش جان کنید، قاشق سوپ خوریتون رو با خودتون ببرید. اگه میخواین برنامه بذارید، نوری، چراغی، دوربینی، بابا این روزا که دوربین شما از 10 دلار، یه دوربین اتفاقا اینجا هست ما خریدیم 10 دلار، خیلی هم خوبه، و یه دوربین دیگه الان رو میز من به عنوان میکروفون استفاده کنم خریدم 26 دلار. حالا اون دوربین رو چندین سال پیش ما 3-4 هزار دلار خریدیم بماند. بله، آقای زرابی میگه بله دروغ است. پس اینا کجا هستن؟ تماسی با شما دارن؟ ندارن؟ خب اگه اینا اینقدر دروغ میگن، شما فکر نمیکنید به شما ضربه زدن؟ کسی که اومده اطمینان و باور شما رو به خودش جلب کرده، بعد شما که مشاور ارشد اون حزب بودید، الان باید یه 6 ماهی به خودتون بریک بدید، برید مطالعه کنید چجور آدم ها رو بشناسیم. این آقای مدحی وقتی اومد بود اینجا، یه جوانی، اونم دیگه حالا داره پیر میشه، آقای فضائل عزیزان، چه اسم قشنگی، من تا حالا اسمی نشنیدم به این، یونیکه، تک. آقای فضائل عزیزان یه دوربینی برداشته بود، برده بود توی مجلسی که این آقای نوریزاده آمده بود، با شور و هیجان میگفت که ما یک سرداری آوردیم از ایران و این 20,000 تا پاسدارم زیر دستشه. بعد این آقای فضائل عزیزان ثابت میکرد که آقا این دروغوه، این نفوذیه، از داخل اینا اومده. نوریزاده گفت نه آقا، مگه من بچه هستم؟ من 1,000 تا امتحان میکنم تا این از اون فیلترها بگذره. ناگفته نماند هم آقای مهرداد خونساری، هم اون شریکشون یا دوستشون آقای حسین جهانشاهی بود، کی بود، اینا هم همینو گفتن. بعد اون آقا برگشت رفت ایران، گفت آقا همه اینا یه مش مشنگن و من همشون رو خر کردم. آقای مهرداد خونساری میگه نه عزیز من، این زن بچهش اسیر بودن و اینا اومدن گرفتن بردنش، گفتن اگه نیای. آقای خونساری این نمیدونه زن بچهش تو ایران هم نمیدونه زن بچه، ماشاءالله نیست که زن، چندین زن بچه هم داره، از لحاظ زن کمی نگرانی نداره. دوستان عزیز، ساعت 2:46 است، ساعت 3 بعد از ظهر شما رو میبرم آلمان، ساعت 3:30 شما رو میبرم آلمان، هی میبرمتون آلمان، هی براتون میگردونم. راوند تریپ چنه؟ 600 دلاره. خب گفت وصفل ایش نصفل ایش، ما نصفشو براتون براتون فقط تعریف میکنیم، 300 دلارشو بدیم. آها، صحبت از پول شد دوستان، امروز رفتیم رو 16 و ماه فوریه 28 روزه، به همین خاطرم این ماه رو گذاشتن برای سیاه‌پوستا. اینجا بهشون ظلم کردن، به جای ماهای 30 روزه 31 روزه یه ماه کوچولوی 28 روزه رو بهشون دادن. هدف اینه که از 15 اگر میخواستی بگذری تو نیمه دوم، الان چون 28 روز است، 2 روز گذشته از 14، 2 روز گذشته. لطف کنید تلویزیون مردم رو حمایت کنید و به این صورت حمایت کنید، به خودتون بگید که مثلا من ماه 5 دلار، ماه 10 دلار اینجوری بدم، نه یه دفعه 500 دلار بدید بعد دیگه قیبتون بزنه. و اینجوری ما دعاگوتون هستیم که شما سالم باشید. میدونی میگن که یکی از دلایلی که بعضیا همیشه خودشون رو بدهکار نگه میدارن اینه که یه سری دعا کنن که اینا هیچ صدمه‌ای به جونشون نخوره، سالم باشن بیان. الان مثلا بنده از یه نفر طلبکارم، همینجوری دعا میکنم که این سفر بره و برگرده و سالم برگرده. و جالبه اینایی که بدهکارن میگه حالا شاید من رفتم تو این سفر مردم، بذار پول سوربی رو ندم، چون اگه مردم که دیگه این منو حلال میکنه. نمیدونم حلالشون کنیم یا بعد بریم سر قبرشون به اون سنگ قبر لگد بزنیم یا خدایی نکرده. بله، خب عکس و عکس و عکس، عکس آقای علی بهبهانی رو هم نشون دادم. و اما عکس خانمی به نام سمیرا، نه خودشا، خیلی به دلتون صابون نزنید. راستی چرا میگفتن به دلت صابون بزن، صابون نزن؟
کسی به دلش زاغون میزده یا شکمشو میگنده نمیدونم. اینو آقای خوشنودی اگر اشتباه نکنم گذاشته بود، مجید خوشنودی همشهری ما که چیزای خنددار زیاد میذاره. مثلا یه نفر که علف کشیده بود و توضیح میداد که میخواد بره ایران و نمیخواد بره، حالا که تازه از ترکیه رفته کالیفرنیا دورتر شده، اخطار میکنه به آخوندا که لباساتون رو در بیارین، ما میخوایم گردنتون رو بزنیم. این آقای خوشنودی نوشته بود این چقدر احمق، خب برو همینجوری گردنش رو بزن دیگه، چرا لباسش رو خلع لباس کنیم. بله دوستمون نوشته که تماسی ندارن، به همین دلیل استعفا دادم، خودم حزب زدم و دبیرکل حزب ایران آزاد هستم. این آقا تجزیه طلب هست فضائل و با تروریست ها ارتباط نزدیک دارد. نه آقا اینجوری نیست، والا من اینو میشناسم. آقا گیرم که تجزیه طلبه، بذارید بره تجزیه کنید، بذارید بره دوستان خودشو بیاره به شما معرفی کنه شما بشناسید. من نمیدونم این ماجرای تجزیه طلب مزدور بمانه. ما شانس آوردیم شیرازی هستیم، فعلا کسی به ما نگفت تجزیه طلب، همه چیزو بهمون زدن، همه تهمتی رو. شما دبیر کل حزب بزید، حزب کم بود بابا، مردم را ول کنید. این آقای سید یوسفی به چیز میگه. بله آقای خوشنودی میگه سمیرا فیک بود. اتفاقا چون فیک بود من دارم نشون میدم و برای شما نوشتم. ببینید دوستان اینجا نوشته سمیرا، شمارش هم نوشته. من خودم ساکن بندرعباس هستم، اینجا هیچ خبری نیست، همه چیز آرومه، چرا خبر دروغ میذارید؟ همینو نوشته ساکن گرگانه، همینو نوشته ساکن شیرازه، همینو نوشته ساکن نجف آباد. من به این همشهری عزیزم چون تحمل انتقادو داره گفتم که ببین آقا شماها میگید اینا ساندیس خورن، آقا اگه ساندیس میخوره کارشم انجام میده. شماها که ساندیس خور نیستین، وطن پرستید، چرا وطن پرسته نشسته سمیرا رو نگاه میکنه که اگه سمیرا خانم رفت تو خیابون اونم میره تو خیابون. این ماجرای دکتر سکویی احمق میشه که سالها پیش تظاهرات گذاشته بود جلو فدرال بیلدین، بعد خودشون نشسته بودن تو تلویزیون میگفتن تظاهرات هست اونجا. خب مردک یه کاغذی بنویس بذار اونجا بگو ما به دلیل تظاهرات در فدرال بیلدینگ رفتیم اونجا، آدرسش هم اینه، کسی هم ماشین نداره به این تلفن زنگ بزنه ما اتوبوس داریم میبریم میاریم. که اون آقای مهران میگفت که اینجا خیلی جای شلوغیه، پارکینگ گیر نمیاد، نمیدونم سردم هست دیگه، بدتر فلان، اینها نمیدونیم بلد نیستیم. به همین خاطره که من بهشون نصیحت کردم آقا من اگر میخوام بیام مثل شما گیتار بزنم، بله شما گیتار میزنی خیلی خوب، حالا تا موقعی هم که جوون هستی دختر مخترها دورت میان، ما هم که میگیم که اوکی ما بریم هنرمند بشیم، به چه دنیاییه که وقتی میرن توش میبینن نه آقا از این خبرام نیست، همش بیخوابی و همش با آدم های معتاد سرکله زدن و همش کنسرت گذاشتن و پولشون خوردن اینا. ولی اگه من خواستم همچی کاری انجام بدم میگم مهران جون من میخوام گیتار بزنم، شما میگه آقا دیگه با این سن و سال شما گیتار نزن، برو سنتور بزن که حداقل دو تا داشته باشه، با 72 تا سیم هر جا میزنی یه صدای در بیاد، ولی گیتار با 6 تا سیم که نمیشه که. خلاصه بعد میام کلاس، ماها سالها میگذره تا شما به من اجازه بدی توی یه مهمونی یا توی یه کلاسی من بزنم. بابا ما رفتیم اینجا شاگرد داودیان بودیم، شاگرد همین آقای کامرانپور، این به من بابا کرم رو یاد داد که با پیانو بابا کرم بزن، آقای کامرانپور بودیم، آقای لطفی بودیم، آقای مجد بودیم، دیگه کی؟ آقای بگی چی ایرانه؟ شهرام جلالی؟ بله کرج خودش تار میسازه. با همه اینها تنها جایی که به ما اجازه دادن یک آهنگ ماهوری رو بزنیم کلاسای آقای مجد بود که گفت حالا دیگه میتونی یه ماهور بزنی. ولی شماها یه دفعه میان گیتار رو که خریدی میگی آقا من میخوام کنسرت بذارم، خب نمیشه. تازه اگر جا هم بهتون بدن روی سنم بری تماشاچی هم بیارن شما که من که بزنم مردم میپرن. ما حرفمون این بود، ولی خوشحالم مثل که این آقای احتشامزاده جوان قابلی هست و به اصطلاح حرف ما رو گوش داد. ولی این منظور من از این نشون دادن این نمیدونم تکس خانم سمیرا یا فلان این بود که شمایی که قراره با دوستات بری تظاهرات بری آخوندارو
خلع لباس کنی بری آخوندها رو گردن بزنی، چه کار داری با سمیرا؟ اون کجا میره؟ شما با اونایی که تا روز قبل باهات بودن باید هماهنگ کنی. کارمون خیلی خرابه، بلد نیستیم گراس روت یا سازمانهای ریشه‌ای رو بلد نیستیم درست کنیم، احزاب رو بلد نیستیم درست کنیم. همین دوستمون الان این رضا تحملش خیلی زیاده، زرابه، میگه چون از اینا خبری نیست من حزب خودم رو زدم و رفتم. خب آقا گیرم که این بیچاره ها رو گرفته باشن تو زندان باشن. اون الان نمیگه آقا تا من انداختن زندان این یار ما مشاور ارشدمون ولمون کرد رفت، مثل این که من با شما شریک باشم بگم آقا من 2 هفته میخوام برم دریا، بعد 2 هفته بشه 3 هفته، حالا من اونجا تصادف کردم مردم، شما بگی خب این نمردم ببخشید تصادف کردم تو بیمارستانم، شما بگی خب این سوربی رفت دیگه مرد، ما اصلا شراکت چه اینجا برداریم، اسمش هم اینجا نوشته بود سوربی و رضا و رضا زرابی و شرکا، اصلا خطش بزنیم. خب این اینم درست نیست، یه جای کار اشکال داره، اون جای کار من میدونم چه اشکال داره. شما که هنرمندی، شما که احساساتی هستی، شما باید با این دوتاتون تو آلمان هستی، این مهران احتشامزاده تو آلمانه، شما آقای رضا زرابی تو آلمان هستید، شما با هم همکاری کنید با دفتر آقای رضا پهلوی البته ایشون دیگه آب پاکی ریخت دست میگفت هیچ برنامه‌ای نداره، تماس بگیرید برنامه چیه، اینجوری باشه اونجوری باشه، ماکسیموم با یه مزدور تماس بگیرید مزدوره بهتون بگید. بله خب بذارید من چند تا خبر و عکس دیگر رو بهتون نشون بدم. این عکس سمیرا رو نشون دادم، عکس کاندالیزا رایس و بن لادن و دروغ 13 یا اپریل فول رو نشون دادم. و اما میدونید که سازمان مجاهدین از اعضای سالمند و پیر و مریضی که باقی موندن یه بار دیگه یه تعهد گرفته که شما با من باشید تا بهمن 1350 تا بهمن 1397 که میشه 40 سال از انقلاب، اون وقت اگه ما پیروز نشدیم بریم به سلامت. این سازمانیه که هر سال میگه امسال سال سینه، میگن سال سین چیه؟ میگه سال سرنگونیه، خجالت هم نمیکشن اینا. بله آقا حزب زدن مگه سمبوس فروشیه؟ آقا کتابیا، این آقای شبخیز یه دفعه گفت من امروز حقیقتش رو بهتون میگم که چرا من تلویزیون زدم. حالا شبخیز میدونید بیچاره از دوره فرخزاد تو کار رادیو تلویزیون و خوانندگی بوده، بعد داداشش یکی از پایه و اساس کار رادیو تلویزیون ایران هست و هنوزم هست و اینها، ولی اینجوری گفت، گفت من آمدم اینجا گفتم برم یه پیتزا فروشی باز کنم، وقتی رفتم گفتم با چی کار کنیم، گفتن اول شما باید بری از محلت اجازه بگیری، بعد از استیتت، بعد از این، بعد اجاره کنی یه جایی رو، بعد تابلو بزنی، بعد اجاقشو بزنی، بعد ما بیان بگیم این اجاق اینجا دود را نمیندازه، آتش سوزی نمیشه، کپسول آتش نشانی داشته باشی، این داشته باشی، و قبل از این که بخوای یه لقمه پیتزا بپزی بدی دست یه کسی، شما باید از لحاظ بهداشتی امتحان بشی، سالم باشی، دست پر زخم و نمیدونم یه مرضی نداشته باشی، هی سرفه کنی بریزی رو خوراک مردم و اینها. بعد آقای حمید شبخیز گفت ما چون دیدیم پیتزا فروشی باز کردنش مشکله اومدیم تلویزیون زدیم. حالا شنیدم تازه تو کالیفرنیا یکم مشکله، اونایی که اروپا هستن میدونن چقدر مشکله. بله دوست عزیز، سمبوس فروشی شما باید یه کنار خیابون یه نفر بهت اجازه بده که این سمبوس فروشی که نمیتونی تو اینترنت را بندازی. پس این یه مشکل اولیش، کجا میخوای سمبوس را بندازی؟ سوربی اینجا مغازه داره، شما میای اینجا سمبوسه، تا گذاشتی زنگ میزنم به پلیس میگم ببین من مالیات میدم، این آقا اومده اینجا بعدم خیلی کثیف مگسا دورش دارن دور میزنن، دستپات جمع میکنه میره. پس حقیقتا حزب زدن ساده تر از سمبوس فروشی، گفتی سمبوس دهن ما آب انداخت، یا نهار نخوردم این سمبوس هم سمبوس هایی که آبادان اون وقتا درست میکردن، اگه اشتباه نکنم یه دو نفرشون هم پاکستانی بودن و گرما با پدرمون میرفتیم آبادان، بعد اون سمبوس هم میخوردیم. اصلا اینا میگن بدن تمیز میشه، تمام این سوراخ های بدن باز میشد، وقتی میگم تمام سوراخ اینکلودینگ اون نقطه سوراخ اصلی باز میشد و همه سموم از بدنت خارج میشد. اینم از این. حالا
روزی که با رضا مصاحبه کنم من میخوام ببینم آقا حزب که میخوای بزنی باید چیکار کنی، چون شما نمیتونی بری یه حزبی بزنی اهداف این حزب فرو ریختن یک دولتی باشه که تو اون مملکتی که هستی اون دولت رو به رسمیت میشمرن. این کاری بود که این آقای رضا تنبل رفت انجام داد، بعد یقشو گرفتن گفتن تو که نمیتونی بیای بری هلند بگی من و این وکیله اومدیم میخوایم حکومت رو بندازیم، این دانش این دادگاه لاهب و نمیدونم هلند و این کشورها همشون پرچم ایران رو قبول دارن، همشون جمهوری اسلامی رو قبول دارن و خیلی هم خوب قبولش دارن، چون اگه اینا رو قبول نداشتن باید نفت رو میخریدن بشکه 200 دلار الان بشکه 60 دلار میخرن. اینم از این. و اما وقت آن رسیده که شما رو ببرم کجا؟ ببرم آلمان و این دوستی رو که بهتون میگم باهاش آشنا بشید. من مصاحبه با ایشون هیچ وقت نداشتم ولی قبلا ویدیوشو پخش کردم و اون روز خیلی تعجب کردم از یه جوانی که یادش میاد که مهد کودک که میرفته چی بهش صحبونه میدادن، چی نهار میدادن، بعدم جیبش پر پسته میکرده میمده بیرون اینا، ولی یادش نیاد دو سه سال پیش من ویدیوشو پخش کردم اینها، که البته فکر کنم بعدن فهمید که آقا این مهد کودکی هم که ایشون میرفته توی همین رژیم جمهوری اسلامی بوده و احتمالاً پدر و مادر ایشون با زحمت بسیار مخارج اون مهد کودک خصوصی رو تأمین میکردن که به اینها شام بدن، شام نه ببخشید صبحونه بدن، بگید دیگه نهار بدن، یا سنک چی میگن به ایرانی؟ تنقلات، اینجا میگن سنک، ما اولا با سنیک با مار اشتباه میکردیم. خب ببینیم ایشون هست و ویدیو هم داره. بله 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 این آقا هم هست و به قول دوستان میگن حی و حاضر. حی و حاضر یعنی هم زنده هستن ایشون و هم با ما حاضر هستن. خب بذارید من تصویر ایشون رو بدم به اینجا. و بله دوستان عزیز، اون روز من درباره یک آقایی به نام مهران احتشامزاده صحبت کردم و دیروز در صحبتایی که با ایشون کردیم قرار شد که من چون تنها رفتم قاضی، که البته ایشون هم بعد تنها رفته بود قاضی، امروز دوتایی با هم باشیم. به خاطری که من حرفامو روز چهارشنبه زدم امروز ساکت میشم و از مهران میخوام اولا خودشو توی یکی دو دقیقه به ما معرفی کنه، بعدم به من بگه که چون من از گفته هاش فکر میکنم که ایشون طرفدار پادشاهی هست و امیدش اینه که آقای رضا پهلوی به عنوان پهلوی سوم، رضا شاه دوم به ایران بره. ببینیم برنامه‌شو چیه. خب من اگر طرفدار مثلا ترامپ باشم نمیرم یه حزب دیگه باز کنم، میرم ببینم ترامپ چی میگه، هر کاری انجام داد دیگه من زیاد صحبت نکنم. مهران جان خوش آمدی و این شما، این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در سر تا سر جهان بفرمایید. و من ازت تشکر میکنم که با وجودی که من این همه از شما انتقاد کردم، حتی صحبتایی که کردم، مثالایی که زدم، بعضی از دوستان گفتن آقا خیلی زننده بوده، اینم پسر جوانی هست و اینها، گفتم نه بابا ایشون مرد بزرگیه، پسر جوان چیه، باز حاضر شدی در برنامه ما باشی. خود این یه شهامت و شجاعت خاصی میخواد که من به این خاطر به شما احترام میذارم. دوستان عزیز، مهران احتشامزاده از آلمان بفرمایید. درود بر شما آقای پارسا، درود بر ملت ایران، درود بر بینندگان عزیز شما، درود بر دوستان عزیزی که این ویدیو رو دارن میبینن. من مهران هستم، مهران احتشامزاده. از سال 1984 در آلمان هستم و اینجا بزرگ شدم، اینجا بودم و دیگه ایران نرفتم و نتونستم برم ایران و با مرور زمان که بزرگتر شدیم من بچه که تو آلمان، بالاخره تحقیقات به خصوصی کردیم از کتاب ها، از گوینده ها و از تلویزیون ها و از تاریخ و به این رسیدم با برداشت خودم، معذرت میخوام، نمیخوام برداشت خودم رو به جسم شما بکنم آقای پارسا. تو این برداشته من این بود که خاندان پهلوی بزرگترین خدمتها رو به ایران کردم، یعنی به ملت و به مردم ایران و به خود وطن ایران بزرگترین خدمتها رو انجام دادم.
این برداشت من بود. نه. البته باید بگیم که همه جا پادشاهان، همه جا رهبران کشورها اشتباهایی میکنن. اینو نمیخوام نوقت بگیم همه رو اینجا چی میگن ماسمالی کنیم. تو آمریکا اما... میگن این به اصطلاح مشکلات رو زیر قالی جارو نکنیم، نذاریم بره زیر قالی. بله. و درسته که یه سری مشکلات رو زمان محمد رضا شاه جدی نگرفتن و مردم یکم بالاخره ناراضی شدن. بله. من از شما یه سوالی میکنم. اگر من خلبان باشم و چون خلبان هستم به من حقوق میدن، شرکت هواپیمایی به هم کار میده، هر روز مردم رو سالم ببرم بیارم و یه روزی مست کنم و اصلا سر حال خودم نباشم و هواپیما رو بزنم زمین بدون اینکه هواپیمای اشکالی داشته باشه، آیا شما میتونید به مردم بگید بابا این سوربی خیلی خدمت کرده، حالا امروز مست بوده زده به زمین هواپیما رو، یا خدمت در قبال حقوقی که دریافت کردم خدمت کردم ولی این قسمت رو من اشتباه کردم، جرم مرتکب شدم، بابت جرمشم باید به اصطلاح دادگاهی بشم، محکوم بشم اینها. و اصلا من اون چیزی که شما میگی متوجه شدم، حتی توی اون ویدیویی که گذاشتید گفتید که بالاخره پدر، مادر، اطرافیان با تعاریفی که کردن یک چیزی رو برای شما مجسم کردن که ما بهشت برینی داشتیم، اصلا بلند میشدیم میمدیم آلمان تعظیم، تو فرودگاه تعظیم. عزیز من شما از خودت سوال کن، اولا چرا مردم ایران بلند میشدن میمدن کشورهای اروپایی؟ چرا قبله آمالشون کشورهای اروپایی بود؟ بعد از سوربی سوال کن آقا چرا میمدن؟ تا من بهت بگم، برای که توی ایران شاه میرفت سوئیس برف بازی، میرفت فرانسه استخر نمیدونم کنار دریا و فلان، مردمم میگفتن خب منم همین کارو بکنم تا از این طبقه برم بالا. یعنی مردم میخواستن از مردم بودن بیان بیرون، برن داخل اونایی که تافته جدا بافته هستن. بعد عزیز دلم قربونت برم، من پارسال یا پیلارسال اومدم آلمان، رفتم ویسباده، دیدم اصلا تو ویسبادن همه عربی حرف میزنن، از اون دم کازینو که گرفته تا اون فوسگنگر و اینا. آیا وجود این همه عرب در آلمان به دلیل احترامیه که آلمانیا به عربا میذارن، یا احترامیه که احترام نه، یا به دنبال پولهایی هستن که اینا میان خرج میکنن؟ ما اون موقع بله میمدیم یه مش چی، شما دیگه آلمان میان بودن و ایناختن، بعدش حراجی که میشه آلمانیا دیگه چیزی نمیخرن که. این خارجی های عقب افتاده مثل ما بودن، میومدن، طرف معلم بود، پول قرض میکرد از فامیلش، میومد سفارش میگرفت، آقا برای تو چی بخرم؟ میگو یه کت چرمی بخر، میخرید میآورد، بعد برمیگشت ایران با چی میگن، با ناز و افاده که ما رفتیم آلمان، رفتیم اروپا. فکر نکن ایرانی ها میمدن اروپا برن تفریح، برن این ور اون ور، اونم مثل یه معامله بود. بزرگترینش بعد این بود که مثلا یه معلمی تابستون را میفتاد با دو سه نفر دیگه میرفتن اروپا، یه ماشین میخریدن میآوردن ایران میفروختن، یه سودی میبردن و افتخار میکردن که رفتن اروپا ماشین خریدن آوردن ایران سود بردن. از من بپرس تا من بهت بگم که چرا ایران نباید ماشین نو مرسدس بنز رو ارزونتر از آلمانیا بخره و به ایرانیا بده؟ چرا ما باید فولکس واگن و بنز داشته باشیم؟ بعد که آقای خرم بود کی بود آمد اون پیکانو با اون کیفیت بد که یه ماشین مال چیز بود دیگه، مال انگلستان بود، هیلمن انگلستان رو به عنوان مونتاژ، ولی صنعت ماشین سازی، آقا کدوم صنعت؟ من ساکت میشم. برگردیم به این حزب و حزب‌بازی. شما، ما قبول داریم که شما با این تعریفایی که شنیدی، حالا چه راست چه دروغ، اینا رو می مردم قضاوت کنن، طرفدار پهلوی ها شدی، امروز هم طرفدار پهلوی که باقی مونده است. این آقای رضا پهلوی تو دفتر شما چه کارای انجام داده که مورد قبول شماست؟ کسی که سوگند یاد کرده
که من پادشاه ایرانم، طبق قانون مشروطه که 4 تا آخوندا باید امضا کنن قبول میکنم، ولی هیچ قدمی بر نداشته. کسی که سوربی 3 بار ازش پرسیده آقا شما شاه هستی یا نه، میگه که حالا میدونی، حالا بعضی هم میگن این جوان بوده مامانش بهش گفته، اینم قسم خورده. خب الان که 50 خورده یکی میتونه پس بگیره. من ساکت میشم، شما یه مقداری درباره اهداف سیاسی و حرکات سیاسی. ضمناً این آقای آیدینو اگه شما امروز میشناسی، من سال 1984 و جالبه که منم همون سالی که شما اومدید بیرون از ایران اومدم بیرون، 84 تا 86 اون آقای عبداللهی، دیگران، اون هتل تهران، اینا رو میشناختم. و شما اگه یه وقت خواستید ایشون حاضر شد، بگو که سوربی میخواد با شما صحبت کنه تا درباره کارهای خلافی که اینها انجام دادن، و این کارهای خلاف همش به نفع آخوندا بود، خرید و فروش پاسپورت، نمیدونم فرستادن چیزای وسایل برقی و فلان ایرانیا، خرید و فروش دلار ایرانیا رو تو همون اول. شما فرانکفورت زندگی میکنید، کجا زندگی میکنید آقای سوربی جان؟ اگه شما اجازه بدین منم حرف بزنم، خیلی خوب میشه تعریفی که شما میکنین بذارین بازتون این تعریفا رو بازی کنم که هم مردم بفهمن همه بفهمن. چون من میدونین من این مسئله رو به شما میگم آقای سوربی، من هیچ خورده برده اینجا تو فرانکفورت، من در فرانکفورت هستم و ایرانیان اینجا ندارم و همه چیز رو طبق حقیقت میگم. خب اگر اشتباهی هم از ایرانی ببینم حکم حقیقت میگم. شغل اصلی من اینه که من در آلمان الان نزدیک 10 ساله مسئول پناهنده ها هستم و برای بوندسامت برلین کار میکنم. خب مسئول پناهنده ها هستم، حالا چه ایرانی چه افغانی چه کرد چه عراقی، مسئول این پناهنده ها هستم. و آقای آیدین من از سال 1984 از طریق پدرم با ایشون آشنا شدم. ببین آدم باید تو زندگیش یک حقیقت رو دیده باشه. من آقای آیدین رو تو این چندین سالی که هر دفعه سال به سال می دیدمش و اون زمان با خانم پری کامفر، آقای دبلو به حیمای پناهنده ها می رفتن و جشن را مینداختن، قضا می آوردن، خواننده می آوردن و به این پناهنده ها می رسیدن، از دیدگاه بنده، نمی خوام بگم همه باید دیدگاهشون من باشه، نه، از دیدگاه خودم بدی یا کلاهبرداری یا چیز بدی ندیدم از ایشون. تا اونجایی که دیدم و 3 بار ناقافل من به منزل و دفتر ایشون که رفتم دیدم و ایشون 4-5 تا از ایران رسیده رو که پناهنده شدن، خانواده ها رو، زن و شوهر رو، بچه کوچیک رو پیش خودشون نگه داشته تا دوشنبه ببردشون تحویلشون بده به حرم پناهندگی و از اینا داره پذیرایی میکنه. و حتی من از این اشخاص پرسیدم که شما قابل این پذیرایی که آقای آیدین داره از شما میکنه پولی پرداخت کردین یا چیزی به آقای آیدین رسوندن؟ خودشون گفتن نه، ما هیچ پولی نداشتیم که بدیم به آقای آیدین. آقای آیدین از اینجور کمک ها در فرانکفورت زیاد انجام دادن تا اونجایی که من دیدم. بله. تا اونجایی که من با ایشون برخورد کردم. بنابراین من نمیتونم بگم آقای آیدین مرد بدی هست یا کلاهبرداره یا میدونین آقای سوربی، من کاملا متوجه هستم. بله من کاملا متوجه هستم، همیشه هم تو برنامه گفتم یه چیزی که من نگاه میکنم ممکنه پشتش رنگ سبز باشه، اون وقت شما میکنید رنگ آبی باشه. پس من نمیتونم به شما بگم شما دروغ میگی که آبیه، شما نمیتونی به من بگی که من دروغ میگم. دوتامون داریم از دو جهت نگاه میکنیم، بهترینش اینه که یه وقت از یه جا نگاه کنیم. این همین بود که گفتم اگر خواستید با آقای آیدین بگید که من به اصطلاح یه روزی با ایشون صحبت کنم و کارهایی رو که تو اون 22 ماهی که اونجا بودم از نزدیک شاهد بودم ازشون بپرسم چرا اون زمان این کارها رو انجام دادن و این کارها آیا به نفع جمهوری اسلامی بوده؟ آقای سوربی میونه کلمتون شکر، آقای مشه امرانی از رادیو رادیس اسرائیل با من مصاحبه کردن راجب پناهنده ها در آلمان و من دیدم یه سری راه افتادن و حزب زدن، کارت حزبیت میفروشن به پناهنده ها و من خودم افیسیل تا
تو رادیو رادیس اسرائیل و گفتگون با آقای موشه عمرانی به عنوان مسئول پناهنده ها گفتم ایرانیان عزیز، هموطنان عزیز، از این کارت عضویت حزب به قیمت 280 یورو یا 320 یورو استفاده نکنید و نخرید، چون تو دادگاه های آلمان این کارت ها هیچ مدرکی نیست و قبول نمیشه. دست بردارین از این کارتون. و با اونایی که این کار رو کردن خیلی ناراحت بودم، چون یه هموطنی زندگیشو توی ایران میفروشه، دار و ندارشو میفروشه، بچهشو بفرسته اینجا یا خودش میاد اینجا، زنشو میفرسته، خودش تک تنها اونجا و میان اینجا، ازشون پول میچاپن به خاطر یه کار. من ضد این مثلم. و آقای سربی، من از موقعی که در کار هنری رفتم، بنیادگذارش آقای محمد کیا بود در آلمان که منو برد تو کار هنری، تا امروز یادمه و تمام آلمان یادشونه که تو کار هنری همیشه اگر از ما درخواست شد بریم یه عروسی، اگر دیدیم کسی مثلا عروسی داره، کاری داره، پولی نداره، نمیتونه پول ارکستر رو بده، نمیتونه پول خواننده رو بده، داوطلبانه رفتیم براش. بسیار عالی. که میدونین این هیچ ربطی به این نداره که من پهلوی دوست دارم یا یکی دیگه خانم مریم نجفی دوست داره یا یکی آقای خامنه‌ای دوست داره. این انسانیت منه که از کوروش بزرگ یاد گرفتم. به هیچ دینی، به هیچ کسی نجاتی توهین نکنم. من یه ایرانی هم. بسیار عالی. و همه ما برابریم، چه مسلمون، چه کلیمی، چه ارمنی، چه آسوری، همه ما برابریم، همه ما یکی هستیم. خب اجازه بدید، چون من با اون ویدیویی که شما از برنامه روز 22 بهمن گرفته بودید، به اصطلاح برنامه چهارشنبه رو یه مقداری در مورد صحبت کردم، از شما سوال کنم، چون شما میگید که یه روز قبلش آقای آیدین به شما تماس گرفته، گفته بیا یه همچین برنامه رو بذار. شما اتفاقا چون تو کار هنری هستید، ببینید طرف میخواد ازدواج کنه، از یه سال قبل هتل رو میگیرن، ماشین رو میگیرن، گل فروشی رو میگیرن، اون کسی که شام میخواد بیاره میگیرن. بعد شماها چجوری انتظار دارید از روز قبل بهتون زنگ بزنن؟ بعد فقط صرفا به این دلیل که دو تا قاب عکس بزرگ دارید و یه پرچم یا چند تا پرچم، برید اونجا مردم به شما بپیوندن و هیچ کسی هم مثل سربی از شما انتقاد نکنه که آقا نکنید این کارو، این کار باعث میشه آخوندا این فیلم ها رو بگیرن، به جوانایی که تو ایران هستن بگن نگاه کنید توی آلمان با اون جمعیت که اگر یه جشن موزیک مجانی باشه پر میشه. امروز چند نفر؟ شما گفتید 50 نفر. حالا ما حرف شما رو آقای سوزی، آقای سوزی ببخشید، من خیلی از شما، از شما من خیلی سپاسگزار هستم. من از شما خیلی ممنونم که شما این برنامه رو دیدین و ازش انتقاد کردین. دلیلش رو میخواییم بهتون بگم چیه؟ بفرمایید. دلیلشون اینه که اگر شما آقای سربی انتقاد نمی کردین، بنده اینجا خدمت هموطنان عزیزم نبودم و در خدمت شما نبودم و کسی نمی دونه شاید مهران موزی کیه یا مهران احتشامزاده کیه. خیلی از شما تشکر میکنم که انتقاد کردین. دلیلش اینه که تو آمریکا آقای آیدین بله. آقای آیدین به من یک روز قبل سنگ زد. آقای آیدین می دونه من پرواز میکنم به یونان، من پرواز میکنم ترکیه، چون به پناهنده ها میرسم و برای یونایتد نیشن و بندسم تا آلمان کار میکنم. میدونه که من وقتم کمه، یا تو این هایمام شهر به شهر تو این هایمام میدونه من وقت. آقای آیدین قبلش به من دو بار زنگ زده بود و من گیر نیورده بود. وقتی به من زنگ زد آقای آیدین نگفت که تظاهرات منه، پاشو شما بیا اونجا که برامون تبریک باشه. نه، آقای آیدین گفتن مهران جان دور هم جمع شدیم در گوته پلاتس فرانکفورت، دور هم جمع شدیم و میخوایم با همدیگه یه اعتراضی نشون بدیم به این دولت ها
نه چون فاشینگه دوربین تلویزیون همه اوجان ببینن که ما اعتراض داریم. من خیلی خوشحال شدم. ببینین آقای سوربی، من از بچگی تو آلمانم. من 34 سال ایران نرفتم. من بچه هام اینجا به دنیا آمدن و اینجا من راحت میتونم پاس آلمانی رو الان دریافت کنم بعد از این همه سال. من این کارو نکردم. من حتی پاسم و هنوز پاس همون یونایتد نیشنه و قبولیمه که من به عنوان یه پناهنده هستم اینجا. اینم ببینیم آقای سوربی، من به عنوان یک پناهنده که قبول شده اینجا هستم و نمیرم پاس آلمانی بگیرم، چون من ایرانیم، هویت خودمو نمیرم بدم، چون میخوام برم بدون ویزا به جایی یا به جایی یا پاس آلمانی داشته باشم. مشکل اصلی در اروپا میدونین چیه آقای سوربی؟ شما نگو آقای آیدین، شما نگو آقای این آقای ادشامزاده. مشکل اصلی در آلمان اینه که من که تو دادگاه ها میرم و مسئول پناهنده هستم، تا یک زمانی اینا میامدن اینجا میشدن پسرخاله محمد رضا پهلوی، میشدن عمه شاهنشاه آریامر یا برادرخاله خانم مریم اجلی که پاسپورت بگیرن. بعد که پاسپورت پناهندگی آبی رو میگرفتن، میرفتن سفارت ایران، میگفتن ما پاسپورت ایرانی میخوایم. وقتی بهشون پاسپورت ایرانی میدادن، اینا با پاس آبی از آلمان پرواز میکردن به استانبول، با همین پاس آبی از استانبول بدون ویزا با پاس ایرانی پرواز میکردن به تهران. خب و بله این مشکلی هست ایران. که تو سوئد هم مشکلی هست که تو سوئد هم هست و اینایی که پاس گرفتن و این کار کردن، کار نفرات بعدی رو خیلی سخت کردن. و جالبه، من با شما یه وجه مشترک دیگه هم دارم. منم وقتی تو آلمان بودم، اونجا که قبول شدم پاسپورت آلمانی رو نگرفتم. البته دلیل من این بود که چون میخواستم بیام آمریکا، به من گفته بودن اگه پاس آلمانی رو بگیری، آمریکا میگه خب شما هم اومدی اینجا هم پاس داری، دیگه مهم نیست که بری اونجا. ببخشید، چون دوستان روی فیسبوک هستن سوال میکنن، من از شما میپرسم ولی شما مجبور نیستی پاسخ بدی، چون من خودم به نظرم میاد این کار بدیه که مثلا یه نفر از من بپرسه سوربی تو مسلمون هستی یا کلیمی هستی یا مسیحی هستی. ولی چون پرسیدن میخوام بگم، بعدم به دوستان بگم آقا خانم نپرسید، این باید بین خود آقای مهران باشه با مغزش، با فکرش، با خدای خودش. به من چه که ایشون من هر سوالی شما از من انجام بدین بله. و این ملت و این مردم و این دوستان سوال میکنن، من جواب میدم، چون من وقتی تو کار هنری هستم و تو فیسبوک هستم، آهنگ میذارم، این همه طرفداران دارم، این همه زدم هستن، وقتی اومدم روی استیج باید مال مردم باشم. بسیار عالی، یعنی بازم اینم یه حسن شماست، از این بابت ممنونم. آقای یوسفی نه به صورت پرسش نوشته، آقای سوربی ایشان کلیمی هستند. نمیدونم این خبریه یا پرسشیه. هستید شما کلیمی؟ بذارید من جواب ایشونو بدم. بفهم. اوکی، من پدرم حمید رضا، پدر مرحومم فوت کردن 3 ماه پیش، حمید رضا احتشامزاده هستش که قهرمان تیم ملی ایران بود در تنیس روی میز. عموی من مجید احتشامزاده هستش که در ایران هستش قهرمان تنیس روی میز. و پدر بزرگم امیر حسین احتشامزاده هستش که بنیانگذار تنیس روی میز ایران بود. و هیچ کدوممون ما کلیمی نیستیم و کلیمی نبودیم. اصلا اسما میگه دیگه، وقتی حمید رضا هست و اینا اسامی معلومه. خب تازه باشین هم به من مربوط نیست، به دیگران مربوط نیست. ببینین آقای توبی، من برادرام اسمشون حسین محمد علیه، خواهرم مریمه. اسم منو دایی جمشیدم تو ایران گذاشت به نام مهران. بلد. و اصلا دینی فکر نکرد که اسم منو گذاشت. من نه. خب بذار دوستان بهت تسلیت میگن به خاطر فوت پدرت. دیدم که اون تو ویدیو هم گفتی که ریشکی گذاشته بودی به خاطر اون بوده و اینها. بله. ضمناً این دوستمون میگه که
من از طرف من از ایشون عذرخواهی کنید، من اشتباه گرفتم ایشون رو با شخص دیگه‌ای، ولی چقدر خوب شد همینجا یاد بگیریم که ما اینجا ببین من و شما چرا از ظلم آخوند فرار میکنیم بعد میگیم میخوام کشور آزاد داشته باشیم؟ برای که اونا تفتیش عقاید میکنن، برای که منو که میگیره میزنه میگه نماز خوندی روزه رفتی. خب حالا چرا ما به خودمون اجازه بدیم روی فیسبوک بیایم سوال کنیم؟ ولی خیلی خوب شد که شما هم پدر و هم برادرات و اینا رو گفتی و این دوستمونم میگه که من اشتباه کردم و خیلی جالب نشته، من بیرون بودم یه دفعه وارد شدم. خب آقا به قول ما شیرازی ها سب کن از راه برسی بعدن سوال کن. مرسی از بگو. بله بله اجازه هستش من یه مطلب خیلی مهمی رو بگم. بگو بگو. بارها هم گفتم شاید از طریق شما به گوش مردم برسه این مطلب. ببینید من هیچ بی احترامی به هیچ دینی نمی کنم، نه به مسلمون ها، نه به کلیمی ها، نه به ارمنی ها، نه به هیچ کس. و عقیده من مهران اینه که خیلی از سلطنت طلبا رو که من باهاشون خیلی در دیسکوسیشن رفتم و بحث کردم و از ذاتشون ناراحت شدم این بود که میگفتم عرب ها مملکت ما رو خراب کردن و توهین میکردن به عرب ها، میامدن تو فیسبوک از صبح تا شب فحش میزدن به عرب ها. یکی از دوستان خودم آقای افشین منصوری که در هانوور هستم، من ضد این کار بودم به خاطر اینکه از نظر من نه عرب تقصیر کاره نه ترک تقصیر کاره. ما ایرانی ها اخلاقی داریم اگر اشتباهی بکنیم باید یه دونه گناهکار گیر بیاریم. این دیگه خودتون میدونین چندین هزار ساله این مسئله. بله خب؟ از این گردن یکی دیگه. بله بله بله. و من خود من وقتی به عربستان سعودی سفر کردم یا توی اسپانیا اونجایی که زندگی میکنم در شهر ماربیا این عرب ها رو میبینم، میبینم چقدر ایرانی ها رو دوست دارن، چقدر دوست دارن با ما بشینن بلند شن حرف بزنن. و برای همین گفتم توی فیسبوک یه مطلبی دارم که اگر من ایرانی خودم و فرزند کوروش بزرگ احساس میکنم به هیچ نجات دینی نباید توهین کنم. بسیار عالی آقای مهران. همینجا اجازه بدید حالا یکی از محاسن آقای رضا پهلوی را ما بگیم. ایشون یه وقتی توی تظاهرات مخصوصا موقعی که دوستان میرن همون پاسارگاد و اینها شروع میکنن شعار میدن که ما آریایی هستیم عرب نمیپرستیم، ایشون گفته بود که این شعار نجات پرستانه است و این رو تکرار نکنید. متاسفانه یه عده از اونایی که به قول معروف شور حسینی برشون میداره و احساساتشون کاری میکنه که اینها نتونن به منطقشون به اصطلاح رجوع کنن، اینها حتی به رضا پهلوی هم پرخاش کردن که آه بابا معلوم شد که تو هم سید هستی و نمیدونم فلان و اینها. ولی این حرفی که شما زدید کاملا درسته. متاسفانه اوائل توی شیراز هم که من توی ایران تو شیراز بودم یک دشمنی بین ایرانیا و افغانیا افتاده بود و من وقتی اومدم آلمان دیدم افغانیا آدمای بسیار خوبی هستن و اصلا با چند تا از این خانواده ها دوست بودیم و زندگی میکردیم و اینا. خیلی خوشحالم که امروز با شما بودیم تا اینها رو بگید. من سعی میکنم در جانم شما راه دور نرو. شما شیرازی هستین، من نصفم شیرازیه. بله. من مادر پدرم از شیراز میان. بله. خب مادرم از تهران میان، مادر پدرم از شیراز میان. خب من نصفم. اما آقای سربی یه مسئله رو که میخواستم، یک سال پیش من درگیر شدم با چند تا از آقای سلطنت طلبان آلمان که میگفتن به دین اسلام فحش میدادن و به مسلمان ها فحش میدادن. من به دین کاری ندارم چون خودم دین من اینه که یک خدا هست برای همه و من با این آقا درگیر حرفی شدم چون گفتن شما چه پادشاهی را قبول داری؟ گفت من محمد رضا شاه را قبول دارم. گفتم وقتی شما به مسلمان ها فحش میدی داری به پادشاهی خودت هم فحش میدی، چون ایشون مکه رفته بود، ایشون خودش رفته بود مکه، عکسش هست، مدرکش هست، در مکه بود و عقیده داشت به این دین، اسمش هم که محمد رضا شاه بود. پس اگر شما به مسلمان ها فحش میدین داریم به پادشاهی خودتون هم فحش میدین، چون ایشون رفت مکه. اما اینا رو سرشون نمیرفت، خیلی فناتیک بودن.
و این مشکلات وجود داره اینجا. بله من به رضا پهلوی از اونجا که آقای آیدین کسی نیامده بود، مشکلش اینه که بذارین من آب پاک رو دست شما بریزم. آقای سوربی چرا ما بیان اینجا حالا من کروات نزدم بیام عدای اینو در بیارم که میخوام کروات بزنم؟ در آلمان پاسش رو گرفته، خرش از پل گذشته، دیگه نه آیدین میشناسه نه شام میشناسه، میگه بابا ولش من برم توی سرما اونجا چیکار کنم. ایرانی های ما در آلمان همبستگی ندارن، به جون هم میفتن اینجا. یعنی باور نمی کنید، یعنی دو تا دفتر هواپیمایی، پدر من دفتر هواپیمایی داشت در فرانکفورت، یک دفتر هواپیمایی دیگه هم بود، یکی دیگه هم هست، سه تا دفتر هواپیمایی بودن که اینا از بچگی با هم بزرگ شده بودن. اینا به جون هم میافتادن، انقدر به هم دیگه بلیتو به مردم ارزون میدادن که پوزش پوز هم دیگه رو بزنن، آخر بلیت دیگه بدون استفاده میفروختن. خب همبستگی وجود نداره. بله. اینجا ما همبستگی نداریم. یعنی من دارم تعجب میکنم آقای سوربی، تظاهرات ایرانی که میبینم مردم یک دست شدن، یک پارچه شدن، افتادن تو خیابون، اینجا رو که میبینم تعجب میکنم. بسیار عالی، من ممنونم از اینکه با ما بودید. من امروز قرار گذاشته بودم با آقای دکتر شهرام ایران بومی، از ایشون خواهش کردم به خاطر که شما مهمون من هستید از ساعت 3 ایشون بره به ساعت 3:30، به خاطر اینکه گفتم به این شهامت و شجاعت شما من احترام میذارم. خیلی خوشحالم که حالا یا 25% یا 50% هم شیرازیه، به قول اندی اهل هر کجا که باشی ما همه ایرانی هستیم. اگر آمریکا اومدی حتما ببینم. من کاهشی بکنم از ملت خیلی سریع. بله بفهم. من از دوستانی که در آلمان هستن، دوستانی که اینجا درآمد خوبی دارن، خواهش میکنم به جای این حرفا، به جای شعار دادن، به جای خیلی کارها کردن، 10 یورو آخر هفته جمعه شنبه وردارین از پیش خودتون، برید آیدی مغازه لیدل که ارزونه، 4 تا چیپ، 4 کوکاکولا، 4 تا چیز بگیرین، برین تو حیم پناهنده ها، برین اونجا با پناهنده ها بشینین، درد و دل کنین، با هم گفت و گفتار کنین، درد اونا رو گوش کنین، راهنماییشون کنین که در آلمان اینا باید چیکار کنن. میشه 10 یورو، 5 یورو، 2 تا چیز بگیرید برید اونجا. تو حیما خیلی پناهنده هستن که بیچاره ها موندن نمیدونن. بسیار ممنونم. بله بسیار ممنونم. اتفاقا یکی از دوستان از اروپا با من تماس گرفته بود و میخواست پول بفرسته، گفتم که شما این پول رو مخصوصا این ایامی که هوا سرده، بعدش ایامی که عید ایرانی ها هست، به ایرانی ها کمک کن. دوستان اگر مایل هستید در رابطه با پناهنده هایی که در آلمان هستند بدونی کجا هستن، کجا میشه برید ملاقاتشون، کجا میشه کمکشون کنید، با آقای مهران احتشامزاده، همین اسمی که زیر عکسشون نوشتم، روی فیسبوک هم میتونی ایشون رو پیدا کنید. اگر مشکلی هم داشتید با من تماس بگیرید، چون آقای دکتر شهرام ایران بومی منتظر ما هستن. مهران جون ازت خداحافظی میکنم با امید اینکه در برنامه‌های آینده داشته باشید. بله من از بینندگانم خداحافظی میکنم. خیلی ممنونم از شما، خیلی سپاسگزارم که به من افتخار دادید در برنامه شما باشم و در حضور ملت ایران و مردم ایران و دوستان باشم. مخلص همه شما. خیلی ممنون، به امید دیدارتون در برنامه های آینده. مرسی دوستان عزیز. با آقای مهران احتشامزاده بودیم، ایشون رو به عنوان مهران میوزیک هم میتونید توی گوگل پیدا کنید و هنرمندی هست که من بهتون گفتم سالها پیش من ویدیوی ایشون رو دیدم و از اون موقع با ایشون آشنا هستم. و بریم آلمان دوباره، از این ور آلمان به اون ور، هر دوشون یه جا هستن، بریم خدمت آقای دکتر شهرام ایران بومی. ایشون هم قبلا مهمان برنامه ما بودن و من روز چهارشنبه اون سمینار یا جلسه ای رو که ایشون قرار هست داشته باشن در آلمان در باره به اصطلاح چگونه با خشونت های روانی و فیزیکی نسبت به زنان برخورد حقوقی داشته باشیم، مایل هستم با ایشون صحبت کنم. اگر ویدیو بیاد که ویدیو، اگر نه همین عکس خودشون رو. با آقای ایران بومی هستید شما اینجا؟ بله اجازه بدید من ببینم که خب اسکایپ ما که درسته و
آقای ایران بومی، مثل که صدای شما رو ما نداریم. دوباره زنگ میزنم. بله. ببینم که ارتباط برقرار میشه یا نه، چون این دوستان بعضی هاشون از طریق تلفن‌های دستی اسکایپ استفاده میکنن، اون وقت اسکایپ اونجوری که میشه یه کمی اشکال ایجاد میکنه. بذارید من این عکس رو هم که ایشون روی فیسبوک گذاشته با شما هم شیر کنم، به شما هم نشون بدم و این آقای علی بهبانی رو پاک کنیم. و خوشنودی، آقای شیرازی خوشنودی میگه که من همین موضوع رو با دوستان سلطنت طلب روی فیسبوک داشتم، گفتم شما که فوش میدید بعد میگید شاه طرفدار شاه هستید، خب شاه که حاجی بوده و منطق نیست عزیز من. دوستان عزیز یک کمی ما مشکل داریم با تماس به آقای ایران بومی و اتفاقا ایشون به من گفت یک کم دیرتر، گفتم من امروز ساعت 4 برنامه آقای ارشاد رو باید پخش کنم. همینجوری که میبینید ما از اینجا تماس میگیریم ولی ایشون پاسخ نمیده. باز برگردیم به استودیو دوباره بله ایشون تماس گرفت، امیدوارم که از اونوری ارتباط برقرار بشه. گاهی وقتا بله دوستان عزیز با آقای دکتر شهرام ایرانبومی هستیم. همینجوری که در این عکس میبینید و روز چهارشنبه هم به شما نشون دادم و گفتم که من واقعا این بار امیدم به خانم ها هست، چون تنها کسی که تونسته جلوی ترامپ وایسه و ممکنه این رو به زانو در بیاره، حتی ممکنه این رو به زندان بندازه، زنها هستن. این زنها نمیتونن این قدرت رو داشته باشن بدون وجود افرادی مثل آقای ایران بومی. دیدیم داستانش رو، توی روزنامه های آلمانی هم نوشته بودن، منم بهتون نشون داده بودم که یک خانمی مثلا سر کار بهش زور گفته شده یا به خاطر لباسش یا به خاطر مذهبش و ایشون دفاع کرده بود. وقتی اینا از یه نفر دفاع میکنن، 100 نفر دیگر رو تقویت میکنن که بیا جلو، تنها نیستی. آقای ایران بومی، من ویدیو شما رو ندارم ولی هیچ اشکالی نداره، هم اون عکس رو نشون میدم هم این عکس زیبای شما. این عکس شما که اینجوری هدف نشون میدید ما را، منظور کن چیه؟ روز شما بخیر، وقت شما بخیر در هر جای دنیا که شما و بینندگان تو نستن. کدوم یکی از عکس رو میفرمایید؟ همین روی اسکایپ که میام. بله، یه عکسی هست که با همون روپوش به اصطلاح قضاوت یا وکالت، ولی دستتون رو اینجوری به طرف ما نشون میدید، انگشت با این. همونجوری که میدونید دفتر ما سعی میکنه که هم مسئله رمانتیک و هم مسئله کلاسیک رو رعایت بکنه. رمانتیک یعنی مربوط به احساس و کلاسیک یعنی مربوط به عقلانیت، و در این عکس سعی شده یک تلویقی باشه هم از ایده رمانتیک و هم کلاسیک. اینو در فلسفه اروپا بسیار بهش اهمیت میدن، یعنی فقط عقلانیت نیستش بلکه احساسات هم هستش. و در دادگاه ها وقتی که ما میریم، شما با ترس، خشونت، فروکشی احساسات، مرزبندی انسان ها در رابطه هستین، و برای همینه که ما باید در اونجا سعی کنیم مربوط به عقلانیت یعنی با قانون اون احساسات رو باش برخورد کنیم. بله. امیدوارم که جواب کوتاهی برای شما باشه. اگر روی فیسبوک هستید فیسبوک رو خاموش کنید، در ما صدای شما رو خوب داریم. این چیزی رو که گفتید من از نوشته‌های شما تو برنامه‌های دیگه هم استفاده کردم و اون حالت رمانتیکو که میگید این همیشه با شما بوده، شما دوست دارید به نوشتن و خوندن و این چیزا، و چجوری رفتید تو کار وکالت؟ این رو برای ما یه توضیح بدید برای دوستانی که با شما جدیدن آشنا میشن. ولی سوال شما بسیار جالبه، من توش نرفتم از این دهاز. اگه شما میفرمایید چیه توش، این یه شغلی هستش، حالا سانتیمنتال هم اگه نخواهیم باشیم، چون احساسگرایی نیمش بره به شغل وکالت، با خوشبختی درونی در رابطه، یعنی وقتی که من در این کار میتونم کمک بکنم و حقی رو که پایمال شده رو بتونه آدم دفاع کنه، یه عشق، یک محبت هم به خودم و هم به افراد دیگه، یک احساس از مردم بگیرین که فکر کنین رنج نداشته باشن، عصبانی نباشن، چه احساس قشنگی که اینها بتونن اندوهناک نباشن، ناامید نباشن و بدونن که یک کسی هم هستش که پشتیبانشون هست و بهشون میگه شما هم حق دارین. بفهمید. بسیار ممنونم. یه مقداری درباره این برنامه‌ای که توی مارچ ماه آینده خواهید داشت
صحبت کنید و این ماجرای خشونت و اینها، و احیانا اگر ویدیویی از این برنامه ها داشته باشید برای ما بفرستید، من نشون میدم، چون باور دارم که حتی در آمریکا الان ما شاهدیم که این ماجرای ظلم و ستم به خانم ها همینجور ادامه داره. و این تا حالا بونه خودمون میزدیم که این کشورهای پیشرفته همچین چیزی ندارن، زن و مرد مساویان. هنوز که با شما صحبت میکنم در قبال هر یک دلاری که مردا حقوق میگیرن، همون کار رو اگه زنها انجام میدن 78 سنت میگیرن. و یه مقدار در رابطه با این سمینار صحبت کنید و آدرس و اینها رو هم به همون آلمانی و اینا بگید که دوستانی که اونجا هستن اگه خواستن بیان یا تماس بگیرن، به اصطلاح با شما بتونن در تماس باشن. با توجه به اینکه سمینار همون ابتداش به انتهاش رسید و تعداد افراد پر شد و از این لحاظ جا دیگه نیستش، چون رزروی بودش، فکر نکنم که این امکانش باشه. حالا برای سمینار آینده خواهد بود. در ضمن ما دو تا سمینار داریم برای ماه مارس، یکی در رابطه با روابط ایران آمریکا هستش و تاثیر فرهنگ ایران در آمریکا، که شما رو فیسبوک من الان شاید نگاه بکنید میبینید که با توجه به تصمیم دادگاهی که جدیداً گرفته شد، یک شکل رو آماده کردم و گذاشتم که این تأثیر فرهنگ ایران نشون میده، یه مقداری با مزاح هستش در رابطه با جناب آقای پرزیدنت آمریکا ترامپ. ولی در رابطه با موج، رفتارهای موجی، رفتارهای زن و مرد که شاید من بهش میگم بعضی وقتا به عنوان رفتارهای موجی هن، مردها در سطح و زنها در کف. وقتی که شما یک لیوان و موقعی که نگاه میکنین نصفش توش آبه، میتونین خوشحال باشین، اون موقع نصف پرشو میبینین، ناراحتین نصف خالیشو میبینین. حالا فکر کنین دو نفر باشن، چند حالت میتونه پیش بیادش. حداقل میتونین این احساس کنین که اگه یکی روبروی اونه که قرار گرفته، و مردها معمولا خواهان فضا و فرصت هستن، برعکس خانم ها بیشتر میخوان درک بشن. سرکوب احساسات کار مردان، زن ها بیشتر میخوان احساساتشون شعله ور بشه، میخوان با مرد حرف بزنن، ولی مرد اون حرف زدن رو ازش اجتناب میکنه. ما میبینیم که مشاجره پیش میاد، مشاجره ای که رفتار سالمی میتونه باشه ولی به دعوا میرسه. آدم با سرکوب احساسات خودش میادش با همدیگه دعوا را میدازه و اون احتیاجات همدیگه وقتی رعایت نمیشه، احساسات منفی تخلیه نمیشه، باعث شادی همدیگه نمیشن، اتفاقی میفته در اونجا به جای محبت، عشق، شادی، اطمینان، لمس کردن همدیگه، خشونت یواش یواش شکل میگیره. بفهمید. بسیار ممنونم. حالا این عکس آقای ترامپ رو نشون دادم. اولا ایشون اینجا خیلی خوراک بد میخوره، همش این چیزای حاضری کنتاکی فراید چیکن و همبرگر و اینا رو میخوره، ولی شما لطف کردید هم بهش کباب دادید، هم به اصطلاح پیازم بهش یاد دادید که ایرانی ها با کباب پیاز خامم میخورن. این چیز خاصی زیرش نوشتید یا فقط این عکس رو به عنوان یک کاریکاتور بخواید؟ برای این سیستم چک اند بالانس که در آمریکا وجود داره، به ما دوباره نشون داد که دموکراسی نمرد، دموکراسی زنده است در آمریکا، و نشون میده که چقدر قانون اساسی آمریکا به مردمش قرارداد اجتماعی قوی که در آمریکا هستش، این امکانو میده که هیچ کسی در برابر قانون برتر قرار نگیره، و این قانونی که بالاتر از هر چیز نه اشخاص و این احترام به قانون هستش. که من این عکس رو گذاشتم، یعنی که جناب آقای پرزیدنت قانون و دولت تعیین نمی‌کنه که در کجا مرزش هست، بلکه همونجور که میدونین قضات هستن و ما وکلا هستیم که دفاع میکنیم و میگیم که حتی شما که سر حکومتین، سر دولتین، بالاتر از اون شهروند نیستین و قانون باید اجرا بشه. نابرابری در برابر انسان‌هایی که هیچ کاری نکردن و در این قانونی که جناب آقای ترامپ و گروهشون آوردن، این خودش پایه زیر خشونته که ما بازم خوشحال هستیم که قضات آمریکایی و حقوقدانا تونستن اینو پریروز دوباره جلوگیری کنن. بسیار ممنون. بله، یکی دو تا از این به اصطلاح قاضیای فدرال یا
چیز مرکزی، دولت مرکزی جلویشون وایسادن، از اون بیقانونی هاش جلوگیری میکنن. امیدوارم که به زودی اون نتایج بازرسی مخصوص هم بیاد و این کارهایی که ایشون کرده، چون خود این یکی از این اصلا آوتلا یا قانون شکن بزرگه. من میدونم شما کار داری، بیشتر از این مزاحمت نمیشم. شما گفتید که مارچ دو تا برنامه دارید، یکی دیگه‌اش کیه به غیر از 29؟ هر دوتاش در مارچ خواهد بودش. قسمت اولیش که در رابطه با متاسفانه همونجور که مثلا یکی از اتفاقات شدید که داره در جامعه پناهندگی و جامعه مهاجر میفته، متاسفانه سرکوب کردن احساسات تا یه حدی فایده داره، بعدی بعدن به خشونت انتها پیدا میکنه و چندین بار متاسفانه بازم باید بگم بنده باید پرونده هایی داشته باشم که زنها به وسیله متکا خفه شدن و یا به وسیله گلدون در خونه کشته شدن و یا حتی دزدیده شدن. یه خانومی که 3 تا هم بچه داشتش به وسیله افرادی که شوهرش پول داده بودش اینو دزدیدن و یا مسائل دیگه‌ای که پدر یا برادر مشکل ایجاد میکنه که با چه شخصی باید تو ازدواج کنی و این دختر رو باید با کمک پلیس فدرال آلمان از داخل عروسی ما نجاتش میدادیم، که اینها رو سعی کردم هم به وسیله کلام بر روی کاغذ، حالا در آینده این کتاب بیرون میادش با 44 مثال برای خانوم ها و البته برای آقایون توضیح بدم که چرا باید شما از حق خودتون به موقع دفاع کنی و جسمتون رو مواظب باشین، خیالتون رو مواظب باشین. با قدم گذاشتن به طرف حق شما میتونین خرد خودتون هم به کار ببرین و ما هم نمیخوادش بترسین، پشت شما هستیم و نمیخواد دیر به پلیس اطلاع بدین، دیر به وکیل اطلاع بدین، بلکه اون موقع ممکنه افسوس باشه. فریاد شما رو ما میتونیم به گوش دادگاه برسونیم و شما رو کمک بکنیم. بسیار ممنونم از شما. نتیجه این که دوستان اگر در این سمینارها شرکت کنن یا مطالبش رو بخونن یاد میگیرن که قبل از این که به اصطلاح دیر بشه چگونه پیشگیری کنه. دقیقا هیچ نباشیم، بلکه بدونیم که ما میتونیم روشایی به کار ببریم که خیلی وقتا به نتیجه بهتری برسه، چون رابطه داشتن یک نوع تربیت میخواد، یک آموزش میخواد و اینو به کودکی ما متاسفانه شاید اینو خوب یاد نگرفتیم، ولی در سنهای بالا هم ما میتونیم جلوگیری کنیم که اگه خشونت در طرف مقابل به وجود اومد سعی کنیم بتونیم آرومش کنیم، بفهمیم چرا این خشونت داره، ناراحتیش چیه، عصبانیتش سر چیه، چرا رنجیده، چرا وقتی که یه مرد براش بهترین غذا رو میذارین ممکنه که اصلا راضی نباشه، ولی اگه غذای سوخته رو میذارین ولی چند دقیقه قبل ازش قدردانی کردین، دو کلمه قشنگ بهش گفتین که خسته نباشین، همون غذای سوخته رو میادش با لذت میخوره. چرا مال در داشتن خونه بزرگ خوشبختی نمیاره و چگونه ما میتونیم مرزبندی ها رو کنار بذاریم و با هم دیگه آینده خوبی داشته باشیم. بسیار ممنونم، امیدوارم که در هفته های آینده ما شما رو بیشتر داشته باشیم. آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم. اگر موضوع دیگه هم هست که میخوام با دوستان بیننده در میون بذارید بفرمایید، اگر نه از شما خداحافظی میکنم و برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. من فقط آرزو دارم که دوستان یک مقداری بیشتر روی خشماشون کار بکنن، متوجه باشن که چرا بعضیا عصبانی میشن و اینو ما باید بیایم بشناسیم، عقب نندازیم، هر چه زودتر خودمون رو بشناسیم با روانشناس، با افرادی که متخصص هستن، مخصوصا اونایی که در اروپا زندگی میکنن به طور رایگان این امکانو دارن، در خانه پناهندگی هم هستن استفاده کنن، خانوما هم میتونن رایگان کمک های حقوقی داشته باشن. شب خوبی رو برای شما در همه جای دنیا آرزو دارم. بسیار ممنونم، ممنونم از وقتتون. خیلی ممنون. ممنون از شما. روز شما و شب شما بخیر. خیلی ممنون. دوستان عزیز با آقای دکتر ایران بومی بودیم. فیسبوک ایشون رو هم نشون دادم و این فیسبوک واقعا چقدر راحت شده. اون موقع باید حالا آدرس چیز رو بگو، چی میگن صفحه وبسایت رو بگو، اینو بگو، آخرش هم اشتباه میشد، آی و ای مینویسیم، ای رو آی مینویسیم، گ رو ج مینویسیم و الی آخر. ولی فیسبوکی که نشون میدیم طرف دیگه اسم طرف رو میبینه، اون عکسی که اونجا هست میبینه. روی صفحه
فیسبوک آقای شهرام ایران بومی چیزای قشنگ و به اصطلاح طنزی هم میذاره که هم حقیقت، میدونید که طنز حقیقت تلخه که به صورت شیرین به من شما گفته میشه و ایشون خیلی طنازه. از این لحاظ من خوشحالم که با ایشون آشنا هستم، بیشتر خوشحالم که ایشون دوست خوبی هست و ما میتونیم از ایشون یاد بگیریم. خب دوستان عزیز اجازه بدید سری بزنیم به این پرونده یا فولدر قطوری که باقی مونده و ببینیم که اینجا چی داریم برای شما و بخونیم و با هم یاد بگیریم. من خیلی از این دوستان یاد میگیرم وقتی یه چیزایی میفرستن. بله، یه ویدیویی هست که آقای رضا پهلوی با آقای بیژن فرهودی صحبت میکنه، بعد میگه آها نوشته که من 38 سال خدمت کردم اینا. من نوشتم که شما میشه به من بگین که این آقا این 38 سال گذشته چه کار کرده؟ حالا طلبکارم شده، ولی همون موقع من پی بردم که ایشون به اصطلاح اگه کسی منتظره که این کار رضا شاه رو انجام بده، پوتین و چکمه رضا شاه از پای این خیلی بزرگه. دوستان عزیز دو روز پیش همین موقعی که من و شما صحبت میکنیم، یک شخص دیوانه‌ای به خاطر اینکه اسلحه اینجا آسون در اختیارش هست رفته و یک مدرسه ای رو به اصطلاح به خاک و خون کشیده، یک شهری رو، یک ایالتی رو داغدار کرده. ولی میخوام بهتون نشون بدم که در این غرب وحشی وحشی چی میگذره. همین امروز صبح من ایمیل رو که باز کردم، اولین ایمیلی که اینجا بود این تبلیغ اسلحه بود که بله هر روز به یه مناسبتی اسلحه رو ارزون میکنن که بله این مثلا کالیبر 45 قیمتش اینه، این نمیدونم گلوله ها قیمتش اینه. ببین 100 تا گلوله بهت میفروشه 39 دلار، یعنی بعد میگی شما 500 تاش بخر میشه 188 دلار. یعنی خب اون کسی که میخواد بره آدم بکشه اینا وسیلهش رو فراهم میکنن. اونایی که میگن گان کنترل هیچ کاری نمیکنه، عزیز من این مثال خود ما میزنیم که آقا چاقو رو دست جراح بدی یک کسی رو از مرگ نجات میده، دست دیوونه بدی یک کسی رو میکشه، چاقو رو دست یه نفر بدی آشپزی میکنه، با اینا همه رو میدونیم. ولی چرا تو کشورایی که گان کنترل هست این کشت کشتارها کمتره؟ اینو شما جواب بده. اون مثالایی که خود من برای این و اون میزدم وقتی عاشق اسلحه بودم، اونا رو بریز دور، بریز تو سطل آشغال. و اما دیدار تلرسون وزیر خارجه آمریکا از لبنان مسائلی را روشن کرد. این دیدار چند ساعته حقیقت عدم اعتماد بر وضعیت آمریکا را آشکار کرد. رئیس تشریفات وزارت خارجه از او در فرودگاه استقبال کرد، بدون اسکورت رسمی و تنها به کاخ ریاست جمهوری رفت. در کاخ رئیس تشریفات از او استقبال و به سالن برد، در آنجا منتظر نشست. بعد رئیس جمهور و وزیر خارجه بر او وارد شدند، به دیدار رئیس پارلمان و نخست وزیر رفت. پس از این ملاقات ها همه با او جواب منفی دادند. سیاستی جدید و مخالف رژیم های عرب پشتیبان شده توسط آمریکا، این رفتار در تاریخ دیپلماسی لبنان جدید است. به علت پشتیبانی ایران و اعتماد لبنان بر این طور با تلرسون رفتار کردند. وضعی جدید که شکست عربستان در دخالت و بازداشت نخست وزیر لبنان و مجبور به استعفا کردنش را آشکار می‌کند. بازیگرانی جدید در صحنه سیاسی منطقه فعالیت می‌کنند. باید صبر کرد و ببین چی میشه. این دوستمون برای ما یک کاریکاتور یا کاریکاتور دیگه، اینا کاریکاتور اینجا میگه، نوشته که در همه دوران همین بوده، تکرار شده، تکرار میشه و تکرار خواهد شد. حالا چیه؟ اون کسی که به دنبال عقل و دانش و فهم و شعور و تجسس و یاد گرفتن هست، اینجا نشسته داره کتاب میخونه. اینایی که از خاخامها گرفته، از مسیحی ها گرفته، از مسلمون ها گرفته، از این بودایی ها گرفته، اینا همه به نوعی دارن بهش سنگ پرتاب میکنن. و البته این بنده خدا هی بالاتر رفته، این کتاب ها رو که خونده رفته بالاتر، احتمالاً
این گویای این هست که هرچی شما اینا رو بیشتر بخونی بیشتر میری بالا، سنگ اینا به هد نمیرسه، و از طرفی گویای این حقیقت تلخ هست که اینا هیچ کاری بجز سنگ زدن به افرادی که کتابها رو میخونن ندارن، چون فقط خودشون یک کتاب خوندن و فکر میکنن اون یک کتاب جوابگوی تمام مشکلات دنیاست. پرونده سید امامی نمونه دقیق تسلط سپاه بر وزارت اطلاعات. میدونید که این آقای سید امامی بنده خدا را توی زندان یا خودکشی کرده یا خودکشوندنش، و برادرش آمده گفته که این بند و تناب و اینا رو ما دیدیم روی گردنش، فیلم رو نگاه کردن اینا، ولی گفت صحبتهای زیادی هست و متاسفانه به دلیل کثرت این خبررسانی، اونم خبر وقتها یادتون میگفت به خبر به استناد مثلا خبرگزاری فلان، یعنی اون اسمو که میگفت شما میدونستی این موثقه به گزارش خبرگزاری رویتر، حالا دیگه هیچ چیزی شما مطمئن نیستی درسته یا نه، چون مال رویتر هم کپی میکنن، تقلب میکنن، خود اونا هم این بدبختا این روزا چیزای اشتباه و غلط زیاد میدن. و وضع اقتصادی اردن خراب، آنتمان دو برابر شده، اینو نمیتونم یعنی چی دو برابر شده، همینطور بنزین، مالیات افزایش، مردم ناراحت، اسرائیل خواهان اخراج فلسطینی ها به اردن، در آنجا تظاهرات را انداختن، همه منطقه به علت نادانی و ندانکاری رهبران و توطئه عرب ها، توطئه غربی ها ببخشید، در تلاطم است. بله، همین آقای ملک عبدالله پسر شاه حسین آمده بود توی داووس سوئیس صحبت میکرد و طرف بهش میگه خب آقا وقتی این ترامپ نادان میگه که اسلام دشمن ما هست، تو بهش بگو که نه بابا، اینا که این کارا رو میکنن مسلمان نیستن، اینا دشمن ما هم هستن. ولی ملک عبدالله با ملک حسین با اون مادر خارجیش با این زنش و اینها، اینا هم ول معطلی، اینا هم روزی که دولت آمریکا بهشون بگه چندونشون رو میبندن و یک جا از یه طرفی به اصطلاح راهی میشن. و اما American Dream یعنی امید و آرزوی آمریکایی ها. و ببینید دوستان، وقتی که ما یه خبری رو میخونیم طرف میگه آقا چرا از آخوندها نمیگی، میگم آقا آخوندها رو ما میدونیم، به این دلیل هست که من و تو اینجا هستیم، ولی منی که اینجا نشستم طرف با هم تماس میگیره میگه میخوام زنم رو طلاق بدم بیام آمریکا اونجا یه زن بگیرم، بعد اونو طلاق بدم، بعد برگردم زنم رو بگیرم، بهش میگم شما گوشینو بده دست خانمت، به خانمش میگم این اگه اومد اینجا کسی اگه شد زنش ولش میکنه، بعد به من میگه آقا تو دوست منی یا دوست، میگم آقا جون من دارم حقیقت رو بهتون میگم. دوستان نگاه کنید، extreme poverty یعنی این فقر از حد گذشته در آمریکا، میگه نتیجه سیاست های غلط اینها و اینها و الا اینا با این پول سرشار با این مملکت از لحاظ ریسورس، از لحاظ منابع طبیعی، از لحاظ نفت گاز اینها احتیاج نیست که بچه ها گرسنه باشن، مردم گرسنه باشن. حالا فکر کنید چی؟ حالا آقای ترامپ اومده چون خبر نداره از هیجا، میگه من میخوام فود استمپ رو به صورت خوراک های مال ارتش هست تو کن، تو قطعی های کنسرو ما تو ایران میگفتیم کن و کنسرو بهشون بدن. خب اونی که میخواد سوء استفاده کنه 10 تا از این قطعی‌ها رو میره میده، به جای 10 تا 2 دلار میگیره 10 تا 1 دلار، اون پولا رو میبره میده مواد. و این کار قبلا کردن، قبلا بهش مثل ایران بسته‌های خوراک میدادن، اینا اینجوری بوده. باید یه کاری کنید که اینا نجات پیدا کنن از این وضع. و اما این هم ایمیلی جالب از شهری در زیرزمین نوشآباد اصفهان حکایت میکنه، بزرگترین شهر زیرزمینی جهان با 40 هکتار وسعت و 4 طبقه تا عمق 21 متری زمین با 1500 سال قدمت منصوب به انوشیروان ساسانی در نوشآباد اصفهان است. و این فیلم را هم ممکنه من براتون بذارم روی فیسبوک، ولی الان دیگه وقتی نداریم و یکی دو تا نوشته دیگر رو میخونم. تشنج در شورای شهر زنجان به خاطر نامگذاری یکی از خیابانها به نام هاشمی رفسنجانی. این احمقا اگر یاد گرفته بودن که آقا شاه اسمش گذاشت میدون شهیاد خیابان پهلوی، شما احمقا اومدید عوض کردید، شما نکنید، شما اینا رو بذارید مشاهیر ایران، فردوسی، سعدی، مصدق، اون هرچی، و اینا برای همیشه میمونه.
متاسفانه دیکتاتور که میشی اولین کاری که میکنی اینه که مغزتو میدی تحویل، میری به زور گفتن. دوستان عزیز، ساعت 3:57 است. اجازه بدید که از شما خداحافظی کنم، آخر هفته خوبی براتون آرزو کنم. دوشنبه با شما خواهم بود، شاید دوشنبه دو تا برنامه بذارم تا بلکه این فولدر یا پوشه ما به اصطلاح یه مقداری حجمش کم بشه و تمیز بشه. از یکایک که شما دوستان ممنون. اگه این ویدیوها رو با دوستانتون هم شیر کنید یا برای اونایی که میشناسید، چه مخالف چه موافق نظرات خود شما یا من، بفرستید نظر اونها رو هم بدونیم، اونها بیان مهمون برنامه بشن، شما بیان مهمون برنامه بشین تا یه چیزی از همدیگه یاد بگیرم. من امید آرزوم این بوده که این برنامه رو که میذارم از شماها یاد بگیرم و خیلی هم یاد گرفتم. یه سریش ادب از که آموختی از بی ادبان، یه سریش هم بالاخره همنشین، کمال همنشین در من اثر کرد، وگرنه من همان چی بود، گلی خوشبو در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم، بدو گفتم که مشکی یا عبیری، بدو به من گفتا من همان هستم که بودم، ولی چند روزی با گل نشستم. اینو میگن، بعدم میگن که از اون خیلی استناد نکنید به ضرب المثل ها. دوستان عزیز، امیدوارم از این برنامه لذت برده باشید. روز روزگار بر شما خوش.